درست نیست. به زمینشون حتی در دوره فعلی هم انقلابیون و آزادی خواهان و روشنفکران ایرانی به اون حد که در انقلاب مشروطیت با هم همکاری داشتن، در حال حاضر یک چنین همکاری رو بین نیروهای مختلف و مترقی نمی‌بینیم. یعنی در این لحظه به زیر سوال بردن اون افراد با اون شرایط زمان خودشون جای ابهام داره که ایشون از این خورده گیره. در مجموع خب تلاش آقای آجودانی رو همه برش عرض می‌زنن، ولی نحوه در حقیقت مواجه شدن با شخصیت‌های صدر مشروطیت به لحاظ دیدگاهی که آقای فریدورد رئیس‌جمهور مطرح کردن نادرست. خیلی متشکرم. آقای مهران بفرمایید. از شما چه پنهان که من از شما چه پنهان که من به این جلسات ایرانی میام که فارسی یاد بگیرم، فارسی من بهتر بشه، چون فارسی من زیاد خوب نیست. Excuse me, Mrs. Nostrat, I'm confused here, you know. My understanding is that during the constitutional crisis in Iran, the rate of illiteracy was very high in Iran, and when the rate of illiteracy is so high, how can you talk about constitutionality and democracy and all these social democracy and all these beautiful ideas? And this is probably why that in Iran everything is being imposed on people from the top to the bottom rather than from the bottom to the top. You know, there were a lot of people in Iran who couldn't even read and write during the constitutional crisis. Well, you may disagree with me, but that's my opinion. And then you talk about crisis in modernism. Can you explain that to me, please, about the crisis in modernism? سوالم هم شد. بس. شما میخواین جواب دارید که بدید؟ من جواب دارم. میگم ایشون باید بدن جوابو، چون ما نمیتونیم بگیم که امروز در جامعه ایران تناقض بسیار زیادی وجود داره و انقدر از فاصله بین بالا و پایین هست و بی‌سوادی هستش که دموکراسی چه بحثی است. در 150 سال هیچ بحثی مشروطه کردمان سخنانی به این گستردگی در مبحث آزادی بیان میکنن، مبارزه میکنن و خون براش میریزن. پس چطوری میتونیم ما در ایران امروز بحث مدرنیته و آزادی و دموکراسی نداشته باشیم؟ ما حقمون ملت ایران مونده که سالهای پیش به این مسئله برسیم. حتی اول میتونیم بگیم که در 30 سال گذشته که از انقلاب 57 میگذره این حق ما ضایع شده است. مردم ایران این استطاعت رو داشتن که در سال 57 واقعا وارد مرحله دموکراسی بشن. اگر چیز دیگه ای بر مردم پیش آمده است، I'm talking about illiteracy in Iran. پاس کنیم. آقای حریری بفرمایید شما صحبت کنید. من دو تا سوال راجع به کتاب دارم. اگر یکی از دوستان کتاب خوندن توضیح بدن. بعد اون چیزی که فکر میکنم برداشت خودمه توضیح میدم که همراه با سوال طبیعتاً، چون من کتاب رو نخوندم. شما چندین بار در طول کتاب اشاره کردیم به نقل از کتاب که اشاره کردیم روشنفکران عرفگرا و روشنفکران مذهبی تقسیم بندی که اعماد هم اشاره کرد، روشنفکران عرفگرا، روشنفکران مذهبی، روحانیون که اون روحانیون هم تقسیم بندی شد. لطف می‌فرمایید از این روشنفکران عرفگرا و مذهبی چند تا رو نام ببرید که چه کسانی در چه کتگوری قرار می‌گرفتن. من ممنون میشم، به نظرم فکر می‌کنم کمک می‌کنه اگر که سریع میتونید بگید، اگه نه که من ادامه بدم. نکنم از دوستان که بگید. ببینید روشنفکرانی که در اون موقع بودن یک تیپ از آخونده بودن. پدر بزرگ من آخونده ملا کاظم خراسانی، ایشون آیت الله بوده، فتوای قتل عاشق فضل‌الله هم داده. این جزء آخوندهای چی بوده؟ روشنفکر بوده، اما آیت الله بوده.
یعنی تمامه من نه اقرار به زنده استاد میدونم خود چه خبرم نیستم. بعد یک سری روشن فکرانی هستن که دارای نهله بیلیف یا باور مذهبی هم هستن، اما نه به حد اون آخوندهای واپسگرا. چه نام ببریم؟ مثلا ملک المتکلمین هست، سور اسرافیل هست، جانگیر خان، عرض کنم حضورتون که خیابانی، مرحوم خیابانی، کسروی، قاسم جمال اصفهانی یه مساوات هم بود استاد علی بازم بودن سری مساوات. حتی خود ملکم خان و خود آقای آخوندزاده هر دوشون عرفگرای مرکز بودن. خب نه من خیلی نه نه اون در زمان چیز که نبودن دیگه. در ملکم خان تا چند سال بعد از مرکز بودن که ایشون زنده بودن. اون دو سال بعد بوده. ولی فدلی خان آخوندزاده که به دست ولیعهد کشته میشه. آیا که شما میخواییم توضیح بدید؟ سوال بعد این یک قسمتی از صحبتهایی که نقل کردین از کتاب خانم یه جاش فرمودین که این تناقض منجر به حکومت جمهوری اسلامی شده امروز. این رو من نفهمید. نه شما کتاب رو برای من توضیح بدین که توی این کتاب چجوری نتیجه گیری رو کرده. من متوجه نشدم ارتباط این دوتا رو من اصلا متوجه نشدم. حالا من اخترم هنوز که صحبت هم بکنم اگر میخواه جواب این سوال تو بگیری اگر میخواهیم صحبت هم بکنم ببینید وقتی که مشروطه رو بررسی کردنشون و تناقض یعنی بحثشون این بود تعریفی که از مشروطه در ایران انجام گرفت و تمام طرفداران مشروطه چه از گروهان مذهبی چه از گروهان مذهبی و چه از گروهان غیر مذهبی که همش به کار میبرن میگن لایک مذهبی و غیر مذهبی، آنچه را که از مشروطه تعریف ارائه دادن و براش مبارزه کردن اون مشروطه واقعی نبود و این عدم توجه به واقعیت‌های اصل مبارزه رو در این می‌بینن. این تناقض که همه چیز رو تعریف بر اساس زمینه می‌کنیم، یعنی ما مشروطه رو مشروطه ایرانی ساختیم و این از مشروطه واقعی نبود و در اصل شاید منظورشون این باشه که بخش عمده به قول معروف روحانیت و نقش روحانیت رو و مذهب رو در جامعه ایران همیشه با چیزی که باوردیم و نوگرایی خواستیم بکنیم برجسته تر کردیم و اونجای منجر شد که روحانیت انقدر قوی و قوی و قوی تر شد که در سال 57 هم تونست انقلاب رو دوباره به دست بگیره و 25 ساله که ما داریم این حکومت رو تحمل میکنیم. در اصل به دلیل این که ما به اصل در اصل موضوع گرفته شده را یا به قول ما دستاوردی رو که از دنیای مدرن تر میگیریم وقتی به داخل ایران می آوردیمش اسلامیش میکردیم و این اسلامی کردن باعث شد که عمر نظام و عمر را دراز. مرسی خیلی ممنون. تجربه برمیگردم سر صحبتم. مرسی صحبت. توضیحتون خیلی مفید بود. این برداشت آقای آجودانی است 100 سال پس از انقلاب مشروطه. در واقع 100 سال پس از انقلاب مشروطه این تو 100 سال که دنیا شدیداً عوض شده، دنیا سکولار شده، مذهب ضعیف شده، نرخ سواد بالا رفته در تمام دنیا از جمله ایران، ایران خیلی سنتی شده و حالا با یه نگاهی به شما به مشروطه نگاه میکنیم و میگین اون کسانی که 100 سال پیش مبارزه میکردن خیلی هم برای مشروطه مبارزه نکردن، منحرف شدن. من می‌خوام با چه مجوزی ما 100 سال آینده داریم نگاه می‌کنیم با نگاه کاملا متفاوت و می‌گیم که اونها منحرف شدن از مشروطه یا شبیه سازی کردن یا باعث تقویت نقش مذهب شدن. نه، اونها در دنیای زندگی می‌کردن که اگر بهشون لقب کافر می‌دادن خونشون مباح بوده، یعنی می‌کشتنشون. شما در اونجا اگر حزب سوسیال دموکرات هم هستی مجبوری که بگی من ضد خدا نیستم، مجبوری که رعایت بکنی، چون اگر نکنی اصلا حتی حیات ازت سلب میشه. شما در جامعه اون اتفاقات داره میفته، دوستمون اشاره کردن که نرخ سواد در حد اقل خودشه. ما در چنین جامعه چجوری میتونی اصلا شبیه سازی نکنی؟ چجوری میتونی تمام آن چیزی رو که در غرب پیاده شده بیری در یک جامعه که نرخ سوادش 1%
شدیداً مذهبی پیاده بکنی. مثلا چه چیزی امکان نداره. مشروطه یک شیء نیست که شما ازش منحرف بشید. مشروطه در واقع وجدان و اون نیروی جمعی بوده برای محدود کردن قدرت سیاسی، قانونمندی، مرسی، و در این حال آوردن یک سری از لوازم تجدد به ایران، از جمله راه آهن، از جمله بانک، از جمله تحصیلات عالیه، از جمله فلان و فلان و فلان، و این به اصطلاح اینها منحرف نشدن، منتها اینها باید در اون ساختار شدیداً سنتی، شدیداً مذهبی جامعه میتونستن به یه شکلی بیان این حرفاش رو بزنن. راهی جز شبیه سازی نداشت. دوستان اگر صحبتی، کامنتی، اسمتون میدید. من میتونم یه وقت دیگرم. من خود تحویز آدم آخوند بوده. همه لباس رو خب من به خودم یه نوبتی دادم اینجا. یه دو دقیقه. همینجا. دو دقیقه کافیه. ببینید در حقیقت این کتاب رو که من خوندم، این چیزایی که برام خیلی مهم بود همین صحبت تقلیل مفاهیم بود، و همونطور که مهرداد میگه و درستم میگه، در اون زمان واقعا کسی نمیتونسته بیاد حرفایی رو که آقای آخوندزاده از خارج از مملکت میزده و کتاب مکتوبات کمال و دولش که اصلا به چاپ هم نرسید به همین دلیل که ایشون کوتاه نیامد اصلا که بخواد مفاهیمشون یه مقداری حتی برگردونه، گفت نه همینه که هست و من کوتاه نمیام. ولی مسئله اینه که ما چقدر در حقیقت بیاییم و چقدر به اون طرف گرایش پیدا بکنیم. صحبتی که آقای آجدانی اینجا مطرح میکنه، من عینش رو اینجا یاد چیز کردم که بخونم براتون. صفحه 46 هست. این میگه که آخوندزاده صریحا به این موضوع اشاره و انتقاد میکند که رساله‌ای که شما از اروپا آورده بودید به آقای مستشار الدوله داره میگه، برای اینکه آقای مستشار الدوله کتاب یک کلمه رو نوشته و اومده از آیات و احادیث و غیره آورده به خاطر اینکه این یک کلمه رو و اون قوانینی که آورده بگه اینا با شریعت اسلام میخونه، هم به اصطلاح همگونی داره. ایشون اومده، آخوندزاده صریحا به این موضوع اشاره و انتقاد میکند که رساله‌ای که شما از اروپا آورده بودید و جمیع آیات و احادیث را نیز به تقویت مدعای خود در آن رساله دلیل شمرده بودید، نتیجه خیالات اروپاییان است. مگر کافه مردم آیات و احادیث را میفهمند؟ مگر چاره این کار آیات و احادیث است؟ و مهمتر از همه، در همان نقد مورد بحث که همه نکات مهم آن مورد نقد و بررسی آدمیت هم قرار گرفته، بعد از نشان دادن تناقضات و مخالفت‌های شرع با مواد اعلامیه حقوق بشر و قانون اساسی فرانسه، صریحاً جوهر آن همه انتقادات را اینگونه خلاصه می‌کند که به خیال شما چنان می‌رسد که گویا می‌توان با کمک احکام شریعت قوانین کنستیتوسیون فرانسه را در مشرق زمین مجری داشت. حاشا و کلا، بلکه محال آمدنه است. یعنی اینجا یک سری مفاهیم اساسی و اصلی که تقلیل پیدا میکنه یه مقدار مشکل برای ما ایجاد میکنه. مثلا فرض کنید مسئله دموکراسی میشه امرهم شورا بینهم. آزادی قلم تبدیل میشه به امر به معروف و نهی از منکر. یعنی مسلما در اون زمان کسی نمیتونسته این حرف ها رو مستقیما بزنه، ولی اینکه چقدر آغشتش بکنه و چقدر مفاهیم تقلیل داده بشه باید در نظر گرفته بشه. آقای عماد بفرمایید. ببینید آقای آجدانی با زحماتی که کشیده نمیشه منکر این بشین. دو تا حالت رو قشنگ برای ما عنوان کرده و شفاف که چه کسانی با کمک احادیث و اخبار و شریعت و قوانین اسلامی میخواستن این به قول آخوندزاده کنستیتوسیون فرانسه یعنی مدنیت رو پیاده کنن. اما در اینجا یک تاریکی بنابرای گفته دکتر حریری، یک تاریکی اینجاست که هممون داریم اون صحبت رو میکنیم، اما آجدانی باید این صحبت رو میکرد که خب دلیل این که اون کسانی که تو داخل آتش ایران بودن
نمیتونستن مثل کسانی که در خارجن بگن آقا آزادی حق هر انسانه یا حقوق بشر یا فلان، به دلیل این بوده که تحت استبداد سلطنتی چی بودن؟ اسلامی. وقتی ولی در اونجا باز اشاره میکنه که گفتن آقا امام زمان سلطنت شاه بوده، بعد نایب امام، همین چیزی که الان اتفاق افتاده دیگه، ولایت فقیه هم این سلطنتی. این در اینجا نگفته اینو. حالا هممون ما میخواییم اینو میخونیم، بعد میگیم میرسیم، هی میخواییم برسیم به جایی که به اینکه آره آقا این کار مجبور بودن این کارو کنن، اگه نمیکردن سرشون به باد میرفت. آقا خان کرمانی رو ناصرالدین شاه ولیعهد بوده، توی یادداشتاش میگه با دست خودم این تبارک نم، این محضور الدم رو خفه کردم و به جا انداختم. خب ببینید این برای اینکه این چیزایی که گفته همه برخلاف اسلام است. آقای کوروش. اوکی، متشکرم. صحبتی که هست می‌کنید تایتل کتاب هست مشروطه ایرانی. چیزی که نتیجه می‌گیریم اینه که مشروطه ایرانیان استایل. صحبت اصلا اینه که دموکراسی و این قضایی همه محصول غرب بود، از غرب به ایران وارد شده بود. حالا نکته که هست اینه که ما چجوری این رو اتخاذ بکنیم، چجوری به این برسیم، تا کجا پیش بریم، در چه زمینه های تغییر بکنیم. صحبتی که مطرح شد که سخنان تغییرزاده بود، که یه سخن به اصطلاح معروف که بزرگی داره از خودش، که میگه که ایران باید ظاهراً، باطناً، جسماً، روحاً فرنگی مآب شد. این گفته خیلی بزرگیه، ولی در این حال برداشتی که ازش میتونه خیلی ضد و نقیض باشه. در واقع در زمان خودش حتی امروز خیلی جنجال برانگیزه، خیلی هیجانیه. مثلا نظر چند نفر دیگر رو مثلا مطرح میکنم اینجا. مثلا مشتاق کاظمی میگه که حرف تغییرزاده از این نظر درسته که برای اینکه مقابله بکنیم با سیاست استعماری ممالک اروپایی، همین ممالک دموکراسی دارن، برای اینکه با اونو باید بتونیم مقابله بکنیم، باید که از نظر روحی، از نظر فکر کردن و از نظر استقامت در کار رو نمیدونم ابداع و ابتکار و همه اینا مثل اونا بشه. افراد دیگه اومدن مثلا نتایج دیگه گرفتن، یه دیگه گفتن نه، ضعف ما توی صنعت و تجارته. مثلا علی نوروزی میگه که ما باید توی زمینه صنعت و تجارت اول مثل غربی ها بشیم که بعد بتونیم سیستم فکری و نمیدونم نظام اجتماعی اونها رو تقلید بکنیم. احمد فرهاد میگه که نه، ما اصلا از نظر روحی انگار مسئله داریم، مثلا آموزش نه موسیقی و ورزش و اینا جزء تربیت آموزش و پرورش ایران نبود. میگه اول بعد اینا رو در خودمون ایجاد بکنیم، از نظر روحی به اون درجه و ظرفیت برسیم و بعد گام های بعدی برداریم. فکر میکنم یه مقدار صحبتایی که میشه فهمیم که تا کجا باید پیش بریم، از کجا باید شروع بکنیم تا بتونیم به اون مقصد نهایی که دموکراسی و آزادی برسیم. و من در واقع صحبتی نیرداد کرد توضیح بدم اون چیزی که آجولانی اینجا مطرح میکنه در واقع انتقاد میکنه به روشن فکران که در واقع رهبران فکری جامعه هستن و انتقادش به این روشن فکران این هستش که اینا در واقع به جای روشن کردن ذهن مردم دنبال آخونده افتاد. از ریشه قضیه شروع کنه. من یه دو سه تا از این رو از صفحات مختلف میخونم. اول از صفحه 48 فرق فیلسوف ایرانی رو با فیلسوف اروپایی توضیح میده به زیبایی. میگه عرفای در پاسخ کسانی که از اون میخواهند تا مطالب کمال و دوله را نرم و ملایم کند و به تعبیر ما تقلیل دهد، پاره از عبارات در پرده بنویسد، میگوید این داره از چیز نقل قول میکنه از آخونده دیگه. عرفای متقدمین ما چنین کردن، یعنی فیلسوفیت را خودشان فهمیدن اما در بیانش به عامه ملت و به عامه نور بشر بر مقتضای جبونی و کمجرأتی رفتار کردن. از این جهت مراد ایشان تا امروز غیر منکشف مانده است. اما حکمای اروپا مثل ولتر فرنگی و بوغل انگلیسی و دیگران آنچه را که خود فهمیدن و عامه مردم نیز بر طبق ادراک خودشان در کمال صراحت و بدون جبن و هراس و بدون پرده پوشی و سرپوشی فهمانده هم. بنابراین انتقاد میکنه به روشنفکران و باز این بحث رو ادامه میده
که چجوری روشنفکران ایرانی در دوره مشروطه به دنبال در واقع آخوندها افتادن و با نامه‌های متعدد این تناقض رو کاملا رو نشون میده که اینا نامه می‌نوشتن به این آقایون میرزای شیرازی رو میگه خود همین آقای مرکم خان نامه نوشته به میرزای شیرازی و تشویق کرده که بفرمایید جلو این کارا رو کنید. اینا کیا بودن؟ اینا همون روشنفکران سوکال غیر مذهبی و سکولار ما بودن. در این حال یه دونه کوتیشن میاره از مجد الاسلام کرمانی که زمانی رئیس طلاب حوزه اصفهان بود و از مشروط خواهان به نام این دوره و از اهل علم بوده، خودش به قول معروف آخوند بوده. در این ارتباط می نویسه ورود آنها روحانیون به مجلس دو عیب بزرگ داشت. یکی آن که عنوان مشروطیت را که به کلی خارج از امور دیانت بود داخل امور دیانت کردن و مثل سایر مسائل شرعیه رأی و عقیده علما را در آن مدخلیت دادن. یکی از اصحاب انحطاط مجلس ورود آخوندها بود در بود. اگر یک مرتبه دیگر مجلس و مشروطیت در این مملکت پیدا شد حتما باید مراقب باشند جنس عمامه به سر را در مجلس راه ندهند اگرچه به عنوان وکالت هم باشد. در آیه یعنی اون چیزی که آجودانی داره میگه ایناست، این نکات هست. از روشن فکر به عنوان رهبر فکری انتظار داره که مسائل رو مطرح کنن و در واقع دنبال رو نباشن. بسیم آقای مسیح سوال من از کسایی که کتاب خوندن، آیا به نظر شما روحانیت طرفدار مشروطه و روشنفکران طرفدار اسلامی کردن مشروطه مانع اساسی برقراری مشروطه در ایران نبودن؟ طلبان و مبارزان راه مشروطه میدونه تا استبداد حاکم که عمل کردی که اونها دارن و بخصوصاً گروه های تندرو یعنی سوسیال دموکرات ها، حزب دموکرات اینها رو نقشش رو خیلی برجسته میدونه. به نظر من شاید به دلیل اینکه اونها به نوعی بخشی از مردم رو رهبری میکردن، یعنی پایگاه مردمی داشتن و خلاف این که انتقاد میکنه و معتقده که چطور میشه در زمانی که برای نمیدونم باز کردن یک بانک باید از آخوند اجازه گرفت اومد صحبت سوسیال دموکراسی کرد و خیلی شعارهایی رو که به هر صورت در جامعه پیشرفته داره داده میشه مطرح بشه انتقاد میکنه، ولی این رام ندید به نظر من میگیره که نقش سوسیال دموکرات ها اجتماعیون عامیون که میتونیم تو بخش‌های دیگه بشه پردازیم چون کتاب مطالب زیادی رو مطرح میکنه و انتقادهای بسیار زیادی هم بهش وارده و من خودم میتونم جنبه‌های انتقادی زیادی رو کتاب دارم و اگر که اجتماعیون عامی پایگاه مردمی ندارن چطوری میتونن از تبریز به تهران بیان وقتی حرکات اتفاق بیفته و پس بنابراین اونها در اون جامعه بخشی از جامعه رو چیکار میکنن؟ رهبری میکنن و چون بخشی از جامعه رو رهبری میکنن تون روی هایی که دارن، سیاست هایی توندی که دارن به جامعه عمل کشیده میشه چون بدنه ای دارن به نوعی اونها مثل روحانیت جمعی رو دارن چیکار میکنن؟ رهبری میکنن. پس بنابراین در خشونت چیه؟ نقش دارن، نقش عمده دارن و اینجاست که روحانیت رو چیکار میکنه؟ معتقده که روحانیت یعنی مشروط طلبان به طور کلی نقشش عمده تر از حکومت در شکست انقلاب مشروطه هست. ممنون. از دوستان اگر کسی دیگری در این ارتباط من دارم یه نکته رو که به نظر ما باید بهش توجه کرد اینه که روشنفکرهای مشروطیت تو اون دوره با انگیزه گسترش مفاهیم مدرنیته به قصد سازش با روحانیون میرفتن که یک سابقه تاریخی و زیربنایی واسه مفهوم
درک این مفاهیم وجود بیارن به اعتباری واسه این مفاهیم وجود بیارن از اسلام نام می‌بردن. و این خیلی فرق میکنه با روشنفکرهای سالهای 57 که اندیشه های دینی رو میخواستن در جامعه گسترش بدن و سعی میکردن که واسه این که اعتباری واسه اندیشه های دینی وجود بیارن مفاهیم اسلامی رو با مدرنیته همسان کنن. این دوتا دوره تاریخی رو به نظر من با چی ما در نظر داشته باشیم و الا همسان بودن این مسئله بستگی به شرایط همسانی و همجور که صحبت ها شد امکان این که اندیشه های مدرنیته به همین جوری که آقای آخونزاده مطرح کرد بیان فقط بگم آقا مدرنیته میخوام اصلا و ابدا وجود نداشته، شرایط وجود نداشته. این داستان التقاطی بودن فکر میکنم بود فکر مرکزی این کتابه، این روشنفکر ارتباطی وقتی این جامعه زندگی میکنه که وقتی ایده وارد میشه یا با ایده دموکراسی آشنا میشه ولی زمینه مادی اون تو جامعه خودمون آنچنان که در اروپا بوده تو جامعه ما نیست، اگر اون فکر دموکراسی عالمیت اونجا یکی از محورهای دموکراسی به خاطر اینکه ثبات پیدا کنه طبقه متوسط مطرح میکنه که بتونه از این اندیشه در زندگی روزمره خودش دفاع بکنه پشتش وایسه، اون مماشاتی که صورت میگیره روشن فکره، حالا جدا از آخونزاده که ما یه نمونه میتونی بدیم بدیه به یه نوعی التقاطی در میپذیرن که نرمش بکنن در ایده و مسئله دموکراسی که یه مسئله در رابطه با دولت است و ربطی به قول معروف مذهب نداره ولی قدرت سیاسی روحانیون همیشه شونه به شونه داره قدرت سیاسی بوده و اینا مجبورن تاریخاً در اون وضعیتی که گرفتار شدن این مماشات تاریخی بکنن. ولی لطمش چی بوده؟ لطمش همین بوده که ما تا این مقطع تاریخی اومدیم وقتی این حرف رو میزنیم که این ناشی از اون اتفاقه به خاطری که ما جمهوری هم از همون جنسش کردیم، یعنی گرفتیمش آوردیمش داخل اسلام و سعی کردیم به اون صورت به این چاشنی ایرانی بهش بزنیم، چاشنی ایرانی که این مرتبه ایران اسلامیه. یعنی یه تناقضی اینجا هست، این تناقض اینه که ما تسلیه حساب باطل نکردیم با نظرات دیگه، روشنفکر دینی از اون مقطع اومده، روشنفکر سکولارش هم اومده، تا این مقطع تاریخی که با همه صحبت میکنیم این نظر به عنوان نظری که هنوز به عنوان جانشین همین قدرت سیاسی داره عرض اندام میکنه داره فعالیت میکنه. هشداری که اگر هست این هشدار اونجاست که اگر ما این مرتبه میدیم این مسئله که به قول معروف یه جانشین برای این دولت نگاه بکنیم ببینیم از چه جنسی باید باشه، یعنی پاسخ به این مسئله که آیا مثلا این انقلاب اگر شکست بود علت شکستش چی بود، اون تناقض تاریخی در چی بود، خواستان انباش شده از پایین هستشون ولی اون بالا چه اتفاقی میفته، این تناقض کجا، تاریخ از کجا میاد و بتونیم اینو نقد بکنیم در حوزه نظری و یه بار شفاف رو به جامعه صحبت بکنیم در شرایطی که اون طبقه متوسط با امروزه داره. مرسی بچه‌ها. متشکرم. من فکر می‌کنم که مهم این تلاشه که در ایران برای تجدد و آغاز پروژه دموکراسی و مدرنیته بود رو با پروژه غرب مقایسه بکنید، برای اینکه زمانی که ما داریم فیلسوف ایرانی رو با فیلسوف غربی مقایسه می‌کنیم در پایان قرن 19 و قرن 20 بیش از 200 سال که از پروژه مدرنیته در غرب گذشته و اگر که ما می‌خوایم یه مقایسه بین فیلسوف ایرانی و فیلسوف غربی انجام بدیم باید با فیلسوف غربی قرن 17 انجام بدیم و نه فیلسوف غربی قرن 19 و اگر همچین مقایسه ای رو انجام بدیم و با لاک شروع بکنیم که آغاز پروژه مدرنیته رو در پایه‌گذاری می‌کنه، لاک ابتدای حرفش با رد مذهب و با رد خدا نیست و حتی سلطنت رو به یه گونه می‌خواد توجیه بکنه ولی در بین اون بحث دموکراسی رو مطرح می‌کنه. وقتی به روسو می‌رسیم، روسو میاد دموکراسی، حقوق، مدرنیته، حالا مدرن کامل نبوده ولی به هر حال میاد اینا رو مطرح میکنه ولی در نهایت میگه که برای مردم ما باید ببخشید من خاطر
هستش و نمیدونم به یه لجیسلیتوری نیاز داریم که تمام این حرفای فیلسوفان رو در زبان خدایان بذاره و به مردم بگه تا بعد از سالها و سالها اگر که این سیستمی که ما ایجاد کردیم از بین رفت، تازه مردم میتونن به این برسن که این حکمتی که اومده از حکمت اون فیلسوف بوده و نه از حکمت خدا. بعدنی که حالا این سالها میذاره، من نمیدونم سطح تقلیلی که در ایران اتفاق افتاده به چه صورت بوده، شاید واقعا بیشتر از سطح تقلیل بوده که در غرب اتفاق افتاده، ولی نهایتا وقتی به قرن 19 هم میرسیم که فیلسوفرهای مثل مارکس و نیچه داریم که میان میگن این پروژه دموکراتیکی که این همه سال داره اتفاق میفته نهایتا فرزند کریستیانیتی بوده. قرن 19 هم نیچه میاد این انتقاد رو به دموکراسی و مدرنیته میکنه که مدرنیته چیزی به غیر از سکولار کردن و نشالایز کردن کریستیانیتی و ارزش های کریستیانیتی نبوده. و خب میشه الان اگر بیش از 100 سال از مشروطه گذشته نگاه آجودانی رو نگاهی مثل نیچه بدونیم که این پروژه مشروطه رو فرزند اون اسلام بوده، ولی آیا از ارزش این کار میکاهه؟ قطعا نمیکاهه، به خاطر اینکه به نظر من برخورد تاریخی که آجودانی به این قضیه داره فقط در جهت توضیح تاریخ نیست، یک دیدگاهی بعد در پایان 100 سال به ما میده، یه ایج رو سامات میکنه و در مقابل یه دیدگاهی میده برای ما برای آینده، نه اینکه فقط نقد گذشته باشه. مرسی آقای امام. اصلا که برگردیم به سوال آقای منصورزاده، در دوران قاجار در اثر تماس بیشتر ایران با جهان غرب، بست و گفتمان تجدد که با سرعت از غرب به سایر نقاط جهان از جمله آسیا در حال گسترش بود، به ویژه در اثر همسایگی ایران با روسیه و عثمانی، این دوتا خیلی مهمه، و پیوند ایران با مصر و هندوستان و آگاهی از رویدادهای سیاسی و اجتماعی ژاپن و چین که در همون موقع در حال تکوین بوده، اقشار نوگرایی در ایران پدیدار شده که خواهان تحولات پایه‌ای در ساختار قدرت بودن. قدرت ها اقتدار چیزی که در اون موقع بوده بر اساس جدایی دین از دولت. توجه کنید مثلا 120 سال بعدش دوباره همون شده که دین و دولت یکی شده، ولی در اون موقع خواستار ایرانی های که دنبال نوگرایی بودن و نجات ایران جدایی، حکومت قانون، مردم سالاری، ایجاد یک حکومت مرکزی قوی و کارآمد و نوسازی همه جانبه ایران بودن. همزمان بخش بزرگی از نیروهای مذهبی که عمدتاً دارای پایگاه سنتی هستند، ما اصلا نمیشه نادیده بگیریم که بگیم که مثلا خیلی خب ما الان نوگرا هستیم، مدرنیتر الان داریم، یک سنتی قوی از زمان موبدان موبد تو ایران بوده و الان هم هست، هیچ اصلا فرق نمیکنه. تو هر کدوم از ماها ایرانی ها یه شاه کوچولو، یه دونه آیت الله کوچولو خوابیده، هر موقع که وقت اون بشه یکی از این دوتا میاد و از اندام میکنه. Not in me. بخش بزرگ از نیروهای مذهبی که دارای عمدتاً دارای پایگاه سنتی، دلیل گسترش سریع قدرت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی غرب، دلناگران سرنوشت کشور و موقعیت اجتماعی و سیاسی خود بودند، به صف منتقدین سلطنت استبدادی و خودکامه پیوستند. تا پایان قرن 19 روابط روحانیون با سلطنت عمدتاً بر پایه همکاری بوده، اما در اواخر سده 19 برداشت روحانیت از پادشاهان قاجار به تدریج دگرگون میشه، به صورتی که در این دوره روحانیون فکر میکردن حکومت قاجار که حکومتیه که با نامسلمونا داره همکاری میکنه. آقای سرسنده، من یه نکته رو میخواستم عرض کنم که در حد اقل از زمان قاجار در ایران و در زمان مشروطیت دو تیپ بودن که باسواد بودن، یکی شاهزادگان بودن و
منصوبین به حکومت و یکی هم روحانیون. خب شاهزادگان که معلومه ناچار بودن که از شاه تبعیت بکنن و با نوگرایی کاری نداشتن. روحانیون واقعا در اون موقع مورد اعتماد مردم بودن، یعنی در دل مردم جا داشتن، همیشه سپری بودن در برابر مظالم سلطنت و استبداد. به همین جهت توی اینها کسانی پیدا شدن که اصولاً نسبت به حاکمیت دین در همون روزها هم ایراد داشتن. من اسم یادم رفته اسم اون کسی که از علمای معروف بود، دوست من مرحوم عبدالهادی حائری در کتاب تشیع و مشروطیت اسم اون رو آوردن، استاد مسیح که از در جنابالی یادتون باشه، که یک رساله نوشته در مورد مشروطیت و دفاع کرده از مشروطیت، در نجف هم بوده. اگر که دوستان بخوان من ممکنه جلسه آینده بیارم اون چیز رو، کتابشو دارم، تشریع و مشروطیت. تقی‌زاده هم که عرض کردم او هم جزء روحانیون بوده، مثلا بر سطح پایین‌تر، و چنان کسی بوده که حتی کلاه سر رضا شاه هم گذاشت، چون در قرارداد دارسی یک شرکتی نفت ایران به تدوین شد، توی مواد اون مقرر شده بود که این شرکت میتونه در مناطق مختلف دنیا تمام شده بسید باشه برد. دوستان ما تا 9:30 ادامه میدیم و جلسه ساعت 9:30 تموم میشه. کتاب بعدی که میخونیم کتاب تاریخ مشروطه ایران مرحوم احمد کسروی هست. تاریخ مشروطیت. بله، تاریخ مشروطیت. سعی جان. مرداد باشم. شما من باشم. ترس کنم که آقای منصور زده به ساله، آقای منصور زده بعد میگم، چون سال خیلی مهمیست به نظر من. من بودم که شاید دلیل، اگه من درست نفهمیدم سال بدم، یکی از دلایل شکست مشروطه شاید این عدم همسانی نیروها و حتی این اسما کشمکش بین این ها منجر به شکست مشروطه شده. من فکر میکنم که قطعا شاید یکی از دلایلش همینه، اما من با اجازتون میخوام این سوال رو بست بدم که چرا مشروطه شکست خورد، چرا نهضت ملی شکست خورد، چرا انقلاب 57 شکست خورد. خانم فرمودن ما در انقلاب 57 مستحق دموکراسی بودیم. به نظر من اصلا چنین جمله‌ای نیست، نیست ما اصلا مستحق دموکراسی نبودیم. ما اصلا اون موقع نمیدونستیم دموکراسی یعنی چی. فکر کنم که این مسئله مقدار فراتر و ریشه دارتر از اونه. در درجه اول احساس من اینه که ما باید تعریف خودمون رو با غرب معلوم بکنیم. اولا که ما در طول این 100 سال از همون زمان مشروطه شما میگید ما همش می‌خواستیم مثل غربی‌ها بشیم، مقایسه می‌کردیم خودمون رو با غرب. دلیل این چیه؟ ما چرا اصلا باید خودمون رو با غرب، مگر ما در غربیم به لحاظ جغرافیایی؟ مگر به لحاظ هیچ کدوم از المان‌های اجتماعی جامعه ما با غرب همخوانی نداره؟ چه در این موقع خودمون رو با غرب مقایسه بکنیم؟ چرا؟ و به خاطر این همش کشمکش داریم و می‌خوایم که مثل اونا بشیم و این تلاش‌ها یکی بعد از دیگری شکست می‌خوره. من فکر می‌کنم انقلاب مشروطه‌ام جدایی از اون نیست و برمیگرده به اون مسئله. من چون ما ادعاهای بزرگ داریم، اما تک تک افراد ما هیچ کدوم به اون شبیه آدم های غربی نرسیدن، به اون ادعاها نزدیک نشدن، مجموعه این تلاش ها ناشی منتر به شکست میشه. مشروطه منجر به آنارشی مطلق شد. مجلس از 1915 بسته بود، نه کودتایی بوده نه هیچی، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. از 1915 مجلس تعطیل بوده تا 1931 کودتای سوم اسفند. تک تک این افراد، تک تک این روشنفکران، تک تک این رهبران نتونستن به یک همخوانی جمعی برسن، یک کاری رسش همین دست بزنن
با شرایط بروز جامعه که منجر به یک چیز نتیجه جاری بشه. من فکر می‌کنم که سوال خیلی فرشته داری من. و آخرین کامنت بفرمایید شما. شما ببینید طلبی سنت و مدرنیته همیشه ما درگیرش بودیم. در حقیقت انقلاب 57 هم یک واکنش به همین مسئله بود. بخاطر اینکه ما می‌بینیم مثلا شما تو دل از کارام مشاهده می‌کنید تو کار دکتر عباس میلانی در رابطه با هویدا. هویدا منصور با بیشتر اعضای کابینه‌شون به فرانسه هم صحبت می‌کردن. یعنی به این صورت فرنگی ما بودن. و خیلی میگن که در اون موقع واقعا به صورت بوده که به ایرانی بودن ما می‌خواستن برگرد. در حقیقت می‌خواستن ما رو فرنگی معاف کنن. واقعا ما در مبارزه آینده برای تغییر بهتر برای ایران باید اینو در نظر داشته باشیم که چه شیوه‌های مبارزاتی رو می‌تونیم اتخاذ کنیم که در حقیقت بشه از این مرحله عبور کرد و در این حال بتونیم مردم رو جذب کنیم. اگه مردم رو بتونه یک ایده جذب کنه و بتونه در حقیقت به مبارزه و در واکنش به مذهب این عمل انجام بشه، من فکر کنم یه موفقیت خیلی چشمگیری حاصل کرد. البته خب خیلی از روشنفکران ما و خیلی از افرادی که در سردرکار مبارزه سیاسی بودن شیوه های نوین مبارزاتی رو پیشنهاد میکنن، اما واقعا تا چه حد بشه این شیوه ها مستمر ثمر واقع شه، واقعا این مسئله عمده ایه که ما فکر کنم در مبارزات آتی مردم ایران ما باش باید مواجه باشه. خیلی متشکرم دوستان. من میخوام مجددا یادآوری کنم که هفته آینده سخنرانی آقای دکتر چند و خانم دکتر شیرین بیانی هست در همین محل، منتها در سالن بزرگتری هست. حتما تشریف بیارید. از آقای دکتر نوروشن که با صبر فراوان اینجا نشستن و حرفای ما رو گوش دادن خیلی تشکر میکنم و از حضورتون آقای دکتر در این مجلس خیلی متشکرم. تا دفعه بعد شما آقای رئیس جکم از دفعات پیش بیشتر باشه. در ضمن خانمی جان فکر حالا میخوای سوال نکنیم یه هر کسی که بله از سوالات من ما امروز یک ابته دو مهمان عزیز داریم اینجا. یکی آقای دکتر محمدعلی اسلامی نوروشن هستن که از ایران تشریف آوردن و هفته آینده یک به اصطلاح سخنرانی ایشون دارن به نام ریشه های مشروطیت ایران و همینطور خانومشون خانم دکتر بیانی در مورد ملک المتکلمین و ادبیات سیاسی انقلاب مشروطیت صحبت میکنن. من با خانم دکتر که صحبت میکردیم نشسته بودیم با آقای دکتر صحبت میکردیم ایشون گفتن که گفتم به اصطلاح تایتل بحثتون چی خواهد بود، گفتم که ملک المتکلمین و ادبیات سیاسی، بعد گفتم که اتفاقا ما حیات یحیی رو که داشتیم میخوندیم مرگ به اصطلاح اون قتل ملک المتکلمین همراه با جهانگیر خان رو اونجا خوندیم و خیلی غم انگیز بود واقعا. و بعد ایشون گفتن که خود خانم دکتر بیانی نوه ملک المتکلمین هستن، یعنی پدر بزرگشون میشن ایشون، بنابراین گفته های بسیار ارزشمندی خواهند داشت که هفته آینده به اصطلاح مطرح بکنن. پوستر این هم اینجا هست که میتونیم برداریم. کتاب با توجه به اینکه خیلی از دوستان خواستن مهمان دوم بخش من معرفی نکردم، استاد نامی هستن اینجا که امروز ما انتظارشون نداشتیم، خیلی خوشحالیم تشریف آوردن و امیدواریم که جلسات بعد رو هم تشریف بیارن. محل سخنرانی هم نداشتید دارید؟ محلش رو اینجا نوشته نورسیور این سالن بزرگی هم اینجا همینجا هست که سالن بزرگتری سالن بزرگتری اون پایین. دوستان معتقد بودن که ما مشروطه رو هنوز ادامه بدیم، یعنی یک مقدار دیگه راجع به مشروطه بخونیم. برای همین تصمیم گرفته شد که ما کتاب بعدیمون تاریخ مشروطه آقای احمد کسروی باشه که به دلیل اینکه این کتاب در حدود 900 صفحه است احتمالاً در دو یا سه قسمت این رو خواهیم. برای این تاریخ برای این کتاب بعدی کتاب تاریخ مشروطه آقای کسروی است. همونطور که همه اطلاع دارن ما 10 دقیقه اول رو اختصاص میدیم به یک معرفی یک کتاب که هر کدوم از دوستان علاقمند باشن میتونن اصطلاح این کتابی کتابی رو
به دلخواه خودشون بیان معرفی بکنن. هیچ دلیلی هم نداره که راجع به مشروطه باشه یا تاریخ باشه یا هر چیز دیگه، میتونه راجع به هر چیز دیگری باشه. بنابراین امروز آقای عماد لطف کردن یک کتابی رو آماده کردن که راجع بهش صحبت بکنن، و هر کدوم از دوستان که میخوان این کار رو بکنن یا به ما ایمیل بزنن، یا چون ایمیل خود کانون کتاب هست میتونیم به ایمیل بزنیم و بفرمایید که مثلا چه کتابی رو میخواییم معرفی بکنیم. ایمیل شما چیست؟ که وقت الان من این کاغذ رو میگردونم که هر کس که ایمیلش نیست اضافه کنه که بهش میگردونم. همون چیزایی یک کار دیگری که قرار ما از این به بعد تمرین بکنیم اینجا این هست که بعد از اینکه به اصطلاح اون شخصی که به اصطلاح قرار کتاب رو پرزنت بکنه، وقتی که پرزنت میکنه کتاب رو، بعد از اون ما قبلا اینطور بود که مثلا 2 دقیقه به هر کسی فرصت میدادیم که صحبت بکنه. ما مکسیموم تا 4 نفر کسانی که کتاب رو خوندن به هر کدومشون 5 دقیقه فرصت میدیم که نظریاتشون رو راجع به کتاب، اونایی که کتاب رو خوندن، نظرشون رو راجع به کتاب مطرح کنن. اینجوری در حقیقت ویوهای متفاوتی رو میتونیم از کتاب ببینیم، تا اینکه 2 دقیقه مقداری ممکنه کوتاه باشه برای اظهار نظر کردن در مورد. من خواهش میکنم که آقای عماد کتابی رو که قراره این هفته معرفی بکنن رو لطفا شروع کنن. اصلا که این فکر میکنم که شانس عجیب میزید که بدون ابراق خدمتون هستم، بدون اینکه اصلا احتمال داشته باشم استاد ندوشن اینجا تشریف دارن و نویسنده این کتابی که خدمتون میخوام معرفی کنم هوشنگ اتحاده، که توی بخش اولش از تشویقی که استاد کردن برای ایجاد این کتاب از 18 سال پیش، این مدت 18 سال 19 سال طول کشیده تا این کتاب درست شده. اسم کتاب هست پژوهشگران معاصر ایران. بنده خواستم به طور کلی شما رو توجهتون جلب کنم به این که آگاهی هر نسل از کوشش ها و مجاهدت های نسل پیشی، از عوامل مهم اطلاع فرهنگی هر جامعه اینه که هر نسلی از نسل قبلش اطلاع داشته. ولی ما متاسفانه، حالا دلایلش که توی اینجا و توی این دلیل نمیشه بیان کرد، ما مبتلا بهمون این است که از نسل قبلیمون هیچ چیزی به طور متقن و به طور ایندکس وار نداریم، و اگرم داریم، اگر از یه مثلا هم نسل بنده رو پرسید، ادوارد برام، مادام اوکامیلیا، برادران شرلی، اینا همه رو میشناسیم، اما محمد قزوینی، کاظم‌زاده ایرانشهر، میرزا آخونزاده، میرزا آخان کرمانی و این نخبه هایی که در طول شرایط بسیار حادی راجع به جوامع ما رفتن، تحقیق کردن و صحبت کردن و کتاب های عجیب و غریب زیادی هم نوشتن، ما اطلاعاتمون کافی نیست. هوشنگ اتحاد این کتاب در در 2 مجلده که بنده میستم توی یکی از این کتاب خونه ها به دست بیارم، و البته از آقای چوبک کتاب فروشی بامداد خواهش کردم که اگر امکان داره این رو دوره هاش رو تهیه کنن. این تنها ایندکسیه که تمام روزنامه ها رو هم یک نمونه از به اصطلاح نثر و یا نظمی که داره نوشته شده روش، از روز اول تأسیس که اولین روزنامه‌ای که اومده، روزنامه توس مثلا، حبل المتین، تاریخ بیهقی، روزنامه ایران نو، ترجمان البلاغه، روزنامه ایران، روزنامه قانون، خراسان، همه این حرفا، تمام روزنامه ها رو مثلا ایشون نوشته. بعد راجع به تمام شخصیت هایی که خارجی هم راجع به ایران نوشتن و تمام پژوهشگرانی که معاصرن و از 100-150 سال پیش به بعد هستش نوشتن، و نمونه هایی بسیار جالب تدبر شده، نمونه هایی از هر کدومش رو هم از گفتمانش، از صحبتش هست. فتلی آخونزاده، میرزا ملکم خان، میرزا حبیب اصفهانی، حسن سادات ناصری که خودم هم تلموزش کردم در دانشگاه ادبیات، استاد یادشون هست، عرض کنم که اقبال یغمایی اینا.
و این دلیلش اینه که مثلا الان یه عده زیادی اقبال لاهوری رو با عباس اقبال آشتیانی که پژوهشگر معاصر بی‌بدیلیه و ایرانیه همه اشتباه میکنن، یا اینکه محمد غزنوی رو با عارف غزنوی و اینها، برای اینکه نمیدونن این اطلاعات رو، اینا تمام رو در اینجا توی این دوتا مجلد نوشته، شرح حال کاملشون رو نوشته. اگر مقداری از فعالیت‌های این پژوهشگران ارتباط با سیاست زمان داشته اون رو هم اشاره کرده، ولی به طور کلی دور از مسائل سیاسی به طور اخص اینها رو نوشته. و من فکر میکنم که بعد نوشته که مخصوصا روشنگ اتحاد طی 18 سال کوشش کرده که با استفاده از منابعی که در مملکت ما بسیار کمه و بسیار کم سخن جواب میده، به اگه کسی پژوهشگری بره دنبالش درباره احوال و آثار پژوهشگران معاصر که اکثرا اکنون در میان ما نیستن، تفکر کرده، رفته، تحقیق کرده و مخصوصا نوشته استاد ندوشن خیلی بهش کمک کرده، به خصوص در متونهایی که تخصص ایشونه و ما اصلا مثل استاد دیگه می‌کنم که کسی داشته باشیم در اون متونهای فارس. این به طور کلی فرهنگ معاصر یه مؤسسه ایست که این رو چاپ کرده، ارسام که باشیم به اطلاعات دیگه شما هم فکر کنم از اقل چوبت باشیم. خیلی ممنون. دوستان از عموم خواهش بکنید که سلفونشون رو ببندن. بله، شما خواهش کردید. خب، میرسیم به بخش دوم به اصطلاح برنامه که در حقیقت معرفی کتاب مشروطه ایرانی هست. این جلسه رو عطف این کتاب واقعا کتاب فوق‌العاده ایه و کتاب یعنی در مثلا تحقیق، در روش تحقیق، در اسنادی که جمع آوری کردن و این مثلا چیز مدت زیادی روی این کتاب آقای دکتر آژدانی صرف کردن و خانم نصرت امروز این رو پرزنت می‌کنم. بفرمایید. خب، سلام دوستان، امیدوارم که مطالب کتاب مشروطه ایرانی کتاب مشروطه ایرانی که نوشته دکتر مشاورای آژدانی هستش در سال 1382 چاپ اولش بوده و چاپ هفتم که همچین خوانی انجام شده در 1385. البته از من خواسته بودن که خود دکتر رو هم معرفی بکنم، که متاسفانه من وقتی بسیار فشرده‌ای داشتم و وقت نکردم که در موردشون تحقیق بکنم. اگر دوستانی که اینجا هستن چیزی در موردشون میتونن میتونم به ما کمک کنم، من دو دقیقه از وقت میتونم بدم به دوستانی که دکتر رو معرفی بکنم. اگر نه من فکر می‌کنم که بهترین کسی که اینجا میتونن آقای دکتر رو معرفی کنن آقای نوروشان هستن. چه سال هاست که ندیدم ایشون. آخرین سفری که در لندن بودم ایشون رئیس یک کتابخونه ایرانی هستش که ایجاد کرده خودش اونجا آخرین بار ایشون میگن ایشون دانشجوی ما بود در دانشکده ادبیات بود و بعد از انقلابی که در اونجا خارج شد کسان دیگری واقعا زیاد اطلاع ندارم، میدونم که آدم خیلی کوشایی بود و در هم موقعی که دانشجو بود معلوم بود که بسیاری برجستگی داره بیشتر از دیگران و بعد البته در آشنایی با ادبیات اروپایی در این چند سال لندن خیلی سفر میدونم خیلی پخته‌تر شده بود. یکمی سوسیالیست ما ها بود اون رو به دوره شاهی بود من شاگرد ما بود از این انقلاب نشده بود میخوام بگم چپ واقعا به خوب گرایشی داشت، این علامت کنجکاوی است بوده که هر کسی هر جوانی که میل داره که مقداری سر در بیاره از این مکتب های مختلف سیاسی یکمی به طرف چپ میره، چون راست واقعا خیلی راه باز در حال اونجا که من نمی کنم فقط
همین هستش این سالهای اخیر از دوری پیچون خبر ندارم، میدونم که خیلی کمک کننده بوده این کتابخونه که باز کرده کتابخونه ایرانی به کتابای فارسی، خیلی برای فارسی زبانهای اونجا را احمد ایرانی و افغانی و فارسی بود، همه اینها خیلی مؤثر واقع شده و خدمتی واقعا که خواسته تشکیل دادن این کتابخونه. البته بعد از انقلاب شروع من میدونم که تا سال 65 استاد سال 65 رو من میدونم استاد ادبیات دانشگاه اصفهان بودن و کلاساشون شلوغ‌ترین کلاس ها بود، کلاس حافظ شاهنامه سعدی رو ارائه میدادن و من افتخار اینو داشتم تو کلاساشون شرکت کنم و تا سال 65 رو میدونم و بعد تحت فشار زیادی قرار داشتن از طرف دانشگاه، فکر میکنم اخراج شدن که بعد رفتن انگلیس. ایشون در رادیو فرانسه به طور مرتب برنامه‌ای دارند که در مورد مسائل اجتماعی ایران و تاریخی و ادبیات ایران اطلاعات جالبی میدن. البته برنامه حدود 10 دقیقه است ولی بسیار جامع و قابل استفاده. تشکر از همه دوستان برای کمکی که من کردم. به هر صورت من اینجوری آغاز میکنم که کتاب داره 19 بخش و سرمیخل یا فصل هستش که 10 قسمت اول ساختار دو قدرت مسلط سیاسی و اجتماعی جامعه ایران رو در دوره قاجار، یعنی ساختار قدرت سیاسی دین و روحانیت و سلطنت و عوامل رو به صورت مفصل بررسی میکنه و در قسمت دوم به سرنوشت پرتناقض روشنفکران مشروطه‌خواه و سرنوشت آزادی در ایران می‌پردازه که فصل نخست ارتباط بنیادین داره. عمدتاً دو قسمت در 25 سال آخر سلطنت شاه و بعد از آن تا تشکیل مجلس دوم ملی رو در بر می‌گیره. ایشان با روش تحقیق و پژوهش و بررسی بر اساس مستندات تاریخی مکتوب کتاب رو نوشتن و خودش میگه که هر پژوهشگری بنا به وسعت دانش و دید ویژه خود امور و وقایع را از زاویه خاصی بررسی می‌کند و به نتایجی می‌رسد که اگر با آن دیگری شاید متفاوت باشد و اشاره به این نکته اساسی می‌کند که کتاب در مورد جایگاه و نقش افراد، اقشار و گروه‌ها و نهادهای اجتماعی درگیر در انقلاب مشروطه دارای داوری خودش است و بر اساس جایگاهی که قرار می‌گیرد منظورش نویسنده است و از آن جایگاه به بررسی و تحقیق و ارائه نظر می‌پردازد. ایشان معتقد است که عصر قاجار عصر آشنایی جامعه ایرانی با مدنیت و فرهنگ غربی است که کلمات و تعبیرات و واژگان تازه‌ای به زبان فارسی افزوده می‌گردد و هم مفاهیم کلمات و ترکیبات که کهن را دستخوش تحول و دیگرگونی‌های عمده می‌کند و از همین روز که کلمات وطن، دولت، ملت، ملی، آزادی، حریت، مساوات و عدالت، مجلس، قانون، حقوق و ده‌ها کلمه دیگر از مفاهیم گذشته خود فاصله گرفته و دارای تعبیرات جدید می شود. و اغلب این مفاهیم مثل حکومت ملی، مجلس ملی و حکومت قانونی مشروطه در بستر تاریخ و فرهنگ دیگری منظورش غرب هستش والیده و شکل گرفته بود و در فرهنگ و تاریخ اروپایی معنای کم و بیش واضح و مشخصی داشت. انسان ایرانی بنا بر درک و شناخت و برداشت تاریخی خود و با تجربه زبانی خود آنها را تفسیر و تعبیر و بازسازی می‌کرد و سعی می‌کرد از قرابت و بیگانگی آن مفاهیم جدید با تغییر دادن آنها به مفاهیم آشنا و با تطبیق آنها با دانسته‌های خود بکاهد و صورتی معنوس و آشنا برای خود از آنها ارائه دهد و مثال می‌آورد که از این نوع مشابه‌سازی است که آزادی قلم و بیان را معادل به امر معروف و نهی از منکر می‌کند. این عدم درک دهی درست از مفاهیم است که همه از روحانیت و روشنفکران از پیگیری می کنند. مشروطه ایرانی می باشد و از آنچه را که برای مفاهیم ملت و دولت تعریف می کنند بیشتر از آن که در بستر مشروطه تعریف شود مفهوم و ساختارهای آن در بستر فرهنگ ایران اسلامی است. کتاب در اصل تحلیل انقلاب مشروطه و نقش اقشار درگیر در آن است. به گفته نویسنده انتظار کتاب تاریخی از آن نابجاست. پس نویسنده در بررسی اسناد تاریخی و تحلیل آنها تعلم و تأخری دارد که از این کتاب تاریخی انتظار می‌توان داشت و در این کتاب پیگیری نمی‌شود.
کتاب این گونه آغاز می شود که پس از کودتای 1287 یعنی به توپ بستن مجلس محمد علی شاه دوران سیاه مجلس محمد علی شاه دوران سیاهی را بر کشور تحمیل می کند. آزادی خواهان را کشته و بند می کشد و هر کسی به کنجی خزیده و دعوای مشروطیت و مشروطه بالا می گیرد و شاه قدرت نمایی می کند و مجلس بسته است و تبریز در محاصره. آزادی خواهان یا گرفتارند یا در تبعید یا در تحصن اوضاع شهرها از رشت و تبریز و اصفهان و یزد و کرمان و مشهد و قم آشفته است. محمد علی شاه به بهانه اینکه مشروطه با شهر مخالف است و چون او و دیگر روحانیون طرفدارش پاسدار قوانین شهر می باشند به تعطیل نظام پارلمانی مشروطیت و دستگیری آزادی خواهان دست یازید. او با تغییر مفهوم سیاسی حکومت استبدادیش به مشروعه و مشروعه در محیط محتوا و در هم و هم در محیط شکل به جنگ مشروطه و اساسی ترین دستاوردهای آن یعنی نظام پارلمانی برخواسته و ستیزه کهنه ای را به شکل تازه سامان داده. کتاب بر اساس مستنداتی که در پی خواهد داشت قدرت خواهی و خودسری حتی اختشاش طلبی بسیاری از انجمنهای مشروطه خواه بدفهمی و کارندانی و کارشکنی انقلابیون افراطی استفاده از آزادی بیان و قلم و مطبوعات را عامل مهم و مؤثر در تسریع حمله مخالفان در هر دو جبهه نظری و جبهه عملی می‌دارد. من فکر می‌کنم تو بخش کتابی که قبلی هم که ما بررسی کردیم به تندروی‌های گروه‌های انقلابی چپ که نقش بسیار مؤثری در به هر صورت سرکوب انقلاب مشروطه داشتن ما پرداختیم که در اینجا عمده تحلیل دکتر تو همین مسئله هستش و نقل میارن از مجدل اسلام کرمانی که از روزنامه نگاران و مشروط خواهان آگاه آن دوره است و در کتاب فلسفه تاریخی انحطاط مجلس میگوید که از آستین خشونت جز خشونت سربر نمیکشد و رهبران انجمنهای مشروط خواه را از عوامل اصلی خشونت طلبی میبرند. بعد با برگشت به گذشته که باز هم من رجوع میدم دوستان رو به بحثایی که داشتیم و کتابایی که در گذشته خوندیم، تقی‌زاده به عنوان رهبر حزب دموکرات و نقشی که تو حزب دموکرات در خشونتی که ایجاد میکنه در جامعه داشته مورد انتقاد شدید قرار میگیره که نویسنده اینجا با این نظر مخالفت میکنه و اعلام میکنه که این بی‌انصافی است که نام تقی‌زاده که مشروطه خواه برجسته بوده است جز افراطیون آورده شود و بدتر از آن که نقش روحانیون طرفدار استبداد را در انهدام مجلس ناچیز جلوه دهند. یعنی اینکه به این نقش پرداخته نشد. ادامه میده مشروطیت به جد به خطر افتاده بود و در چنین موقعیتی چندین رساله مهم در دفاع و توجیه شرعی مشروطیت نوشته میشد. من اینجا مرجع میدم که اینجا زمانی که مشروطیت به خطر میفته همه دست و پاشون گم میکنن که اینطوری مسئله رو حل بکنن و به هر صورت دوم مشروطیت رو به اسلام وصلش بکنم و اینجا این بحث رو دکتر ادامه میده تا به استناد با آیات و احادیث و تاریخ اسلام ثابت کنن که برخلاف ادعای حکومت مشروطیت نه تنها با اسلام مخالف نیست بلکه از درون سنت‌های اسلامی سر برکشیده و تمامی مشروط خواهان لائیک و غیر مذهبی هم ظاهراً از سر حسنیت برای پیشبرد مقاصد سیاسی خود و جا انداختن هرچه سریعتر نظام پارلمانی مشروطه دست به این همانی یعنی مطابقت دادن اصول و قوانین شهر با مشروطه زدن. تنها یک نفر است که در جبهه مشروطه طلبان با تطبیق مشروطه با قوانین شهر مخالف است و او میرزا فتحعلی آخوندزاده است که در خارج از ایران زندگی می کند و چندان پایبند ملاحظات سیاسی و اجتماعی روشنفکران ایران و درگیر مشکلات آنان نبود. در نامه‌هایی که مورد مستشار دوله می نوشت به شیوه کار او در تطبیق آن اصول با قوانین شهر اعتراض ها کرد و نکته ها گرفت. اینجا منظورش کتاب مستشار دوله به نام کلمه یا قانون بود که باز هم حیات یحیی مثلا بهش پرداخت و درگیری هایی رو که بین گروه های مختلف در رابطه موضوعی کتابش بود اونجا بررسی کرد و اینجا نامه هایی هستش از آخوندزاده که اعتراض داره به بخشی از صحبت‌های مشاور دوله در رابطه این که کلمه رو به اسلام یک کلمه. منظور یک کلمه کتاب من برای آشنایی با دیدگاه آخوندزاده و معتقد است که قانون ملت است و ملت قوانین می‌نویسد. بساط حکومت مطلقه و سلطنت ظالم را برمی‌چینند و بر اساس همان قانون دولت یا حکومت قانونی را به وجود می‌آورند.
چنین حکومتی از ملت جدا نیست و از طبقات مختلف مردم نمایندگی میکند و حافظ منافع ملت و استقلال کشور است و همچنین او نقش مذهب و علمای آن را در جدایی ملت و دولت عمده میبیند. این دیدگاه آخوندزاده به طور کلی در رابطه با به هر صورت شاید بگیم مشروطیت باشه. من از به خاطر اینکه کتاب مباحث بسیار زیادی رو مورد بررسی قرار میده، مجبور میشم که از بعضی قسمت ها بگذرم و خیلی کلیشه یه چیزی رو بگیرم و برم به قسمت بعدی. در فصلی که در رابطه تعریفی که میکنه از شیعه از حکومت، میگه که در اندیشه شیعه مفهوم امامت و تداوم فیض نبوت در باطن امامت با وجود امام استمرار دارد و اگر حکومت به دست امامان شیعه باشد حکومتی عادلانه، وگرنه حکومت غیر امام حکومتی قاصب و ظالم. نکته مهم این است که تلقی شیعه از حکومت که چه همیشه حکومت حقیقی را از آن صاحب زمان میشناسد، در دوره قاجار دستخوش دیگرگونی بنیادی میشود. یعنی برخلاف نظرات گذشتهش شیعه تغییر تفکر در رابطه با حکومت میده و این تغییر بینش روحانیت شیعه به تعبیر شرایط و جایگاه اجتماعیشان در عصر قاجار برمی‌گردد. جنگ ایران و روس در دوره قاجار زمینه‌های اجتماعی تازه‌ای برای افزایش قدرت روحانیون در کنترل حکومت‌ها فراهم می‌آورد. فتحعلی‌شاه برای بسیج مردم علیه لشکرکشی‌های روس به پشتیبانی روحانیون نیازمند می‌شود. از نقش پر اهمیت جنگ‌های ایران و روس در افزایش اقتدار روحانیت نمی‌توان گفت. در جامعه ای که نه احزاب سیاسی وجود داشت و نه می توانست وجود داشته باشد و نه شرایطی برای تشکیل احزاب و دستجات فراهم بود، روحانیون با نفوذ و اقتدار بیش از حدی که در دوره قاجار به دست آورده بودند، عملا تنها جریانی بودند که می توانستند نقش اپوزیسیون حکومت را به خود اختصاص دهند و به طبع آن دایره حکومت هم داشتند و اگرچه در عمل با سلطنت همکاری هم کردند، اما همکاری مشروط بود. از آن جهت که اگر حکومت را مطابق میل و خاص خود می‌دیدند، با مشروط جلوه دادن آن با آن همکاری می‌کردند و اگر قدرت ایستادگی در برابر حکومت نداشتند و امکان سرکشی هم فراهم نبود، راه سازش مصلحتی پیش می‌گرفتند و از سر مصلحت سکوت می‌کردند و یا با حکومت مماشات می‌کردند. گسترش نفوذ روحانیون در این دوره و دایره‌شان در مورد حکومت صرفاً به دنیای نظری محدود نمی‌ماند. اگر ملا احمد نراقی در مقام نظر ولایت فقیه را تدوین می کرد و در همان زمان سید شفتی، من نمیدونم که درست تلفظ می کنم، در مقام عمل در اصفهان دایره حکومت را در سر می پروراند و عملا به چنان اقتداری دست یافته بود که قدرت دولت و حکومت مفرغ بر قدرت او. کتاب مداخلات خارج از قانون بهبهانی را در زمانی که مجلس مشروطه به ریاست او ببخشید مجلس مشروطه برپاس نیز از این دست می‌داند. از جمله شکایت مردم از یکی از قوانین خمسه زنجان و مسئله عثمانی و اراضی شمال غربی ایران و موضوع ارامنه و موضوع زلالستان که من دیگه به اینا اشاره نمی‌کنم، فقط کلیشه‌ای میگم چون می‌دونم که دوستان این مطالب رو می‌دونن و من فقط بخش تحلیلی نظرات دکتر رو ادامه میدم. روشنفکران مذهبی و غیر مذهبی در مبارزه با استبداد قاجار و در جهت برپایی نظام پارلمانی در ایران رهبری سیاسی روحانیون را در انقلاب پذیرفتند، چون نفوذ کلمه اینان را در مردم می شناختند. از یک سو مشروطیت و دستاوردهای آن را با موازین شرع تطبیق و مفاهیم اساسی آن را به مفاهیم شرعی تغییر دادند و از سوی دیگر برای مشروطیت بخشیدن به خواسته و مبارزات سیاسی خود در کنار روحانیون ایستادند تا کار مبارزه سیاسی را به پیش برند. پس اینک نظام پارلمانی برقرار شده است. قدرت سیاسی و اجتماعی روحانیون، چه روحانیون مشروطه خواه و چه روحانیون مشروطه مشروعه خواه، روشنفکران مذهبی و غیر مذهبی در اینجا درگیری پیدا میکنن با روحانیون و نفوذ سیاسی و مذهبی اونها که مساله تازه رو به بار میاره و مشکل بزرگی رو بر سر راه انقلاب ایجاد میکنند. برخوردهای روشنفکری آزادی خواهان و حتی معتقد مذهبی چون اعتشام و سلطنه به بهانه اوج بحران شر و عرف به زبان دقیق در بحران مشروطه ایرانی را به نمایش می‌گذارند و از طرفی دیگر جریان‌های روشنفکری توم رو
که نمایش دیگر این بحران بودن با حصف فیزیکی، ترور، ارهاب شرایط رو چنان تغییر میدهند که حتی آیت الله بهبهانی را جان آیت الله بهبهانی بر سر این نوع کشمکش ها گذاشته میشود. شیخ مازندرانی و کاظم خراسانی دو مرجع تقلید زمانه که از حامیان اصلی مشروطیت بودن بر سر همین کشمکش ها حکمی در رابطه با فساد مسلک سیاسی تغییرزاده و صدیت مسلک وی با اسلامیت مملکت و قوانین شریعت مقدس صادر می کنند. اختلافات بین دموکرات ها و اعتدالیون در مجلس بالا می گیرد. در کشاکش مجلس دوم هر دو گروه طرفداران مشروطه یعنی روحانیت و روشنفکران مذهبی و غیر مذهبی که در جبهه واحدی بر علیه استبداد جنگیده بودند وارد بحران عمیقی که ناشی از تناقضات عمیق دو نوع تلقی از مشروطیت بود سرباز کرد و با اوج خود رسید. روشنفکرانی که تا دیروز برای براندازی حکومت استبدادی به نفوذ کلمه روحانیون نیاز داشتند اینک هنگام استقرار نظام مشروطه از قدرت روزافزون آنان به وحشت افتادن و به چشم می‌دیدند که قدرت سیاسی از دست حکومت استبدادی به دست روحانی می‌افتد. در محرم 1326 قمری اسفند 1286 شمسی تقی‌زاده می‌نوشت پیش آمد ایران مدلل می‌دارد که جز به نفوذ کلمه روحانیون عمل مشروطیت در اسلام پیشرفت نتوان کرد. و نزدیک به دو سال بعد یعنی در ذی‌قعده 1327 قمری 1288 شمسی یکی از قطعنامه‌های فرقه دموکرات که او از رهبران اصلی آن است اعلام می‌دارد که مرکز موقتی فرقه برای آنکه بهانه به دست روحانیت داده نشود از یک سو حفظ و مراعات تامه نزاکت با اعتقادات دینی عامه و آداب و مناسم مذهبی قویهن و فعلا را تصویب می کند و از سوی دیگر از افراد با غیرت دعوت می کند که برای دفع و حذف موهومات و سلب اعتماد اعتقاد روحانیون و فهمیدن مزار روحانیون بکوشند. پس اینجا به نوعی با این بیانیه مردم رو به مقتضی مبارزه با روحانیت حزب دموکرات فرقه دموکرات دعوت می کند. اختلاف تقی‌زاده و بهبهانی نمیتوانست اختلاف شخصی باشد. بنیادی بودن و ریشه‌ای بودن این اختلاف به دیدگاه ها، نظرگاه های سیاسی و اجتماعی مهمی مربوط میشد که بحث آن در بخش های دیگر کتاب دنبال میشود. آجدانی در بخش اندیشه و آزادی معتقد است که آزادی های سیاسی که در ایران بسیار تحولات جریانات سیاسی پیش آمده است هیچگاه انگیزه و سرمایه درخشان مطمئن و مستمر برای آزادی تفکر و اندیشه فراهم نیاورده است. این تنها روحانیون یا دولت مردان ضد مشروطه نبودند که مانع آزادی تفکر می شدند. در پناه توانمندی های ساختار فرهنگ استبدادی روشنفکران مذهبی و غیر مذهبی روحانیون مشروطه خواه و کارگزاران حکومت و دولت دست در دست هم صد راه اندیشیدن و آزادی اندیشیدن بودن. از سوی دیگر جریان‌های روشنفکری هم در آرزوی فضای آزادی برای اندیشیدن و آزادی اندیشه از همان نخستین گام‌ها کار را به افراط و تفریط می‌کشیدن. در هر دوره از تحولات اجتماعی سیاسی عمر آزادی بسیار کوتاه بوده است و به سرعت به تندروی‌ها و ترورهای وحشتناک انجامیده است. نویسنده می‌گوید برای اینکه موضوع و حد حدود آزادی‌های سیاسی و اجتماعی روشن گردد و تفاوت‌های آن با هرج و مرج سیاسی بازنموده شود به طرح و نقد یکی از نتیجه‌گیری‌های مهم آدمیت و داوری او درباره آزادی و چند و چون آن در دوره مجلس اول می‌پردازد که باز من ارجاع می‌دم که ما در فکر آدمیت با تمام دیدگاه‌ها و نظرگاه‌های آقای ملکم خان ما آشنا شدیم که من در بخش بعدی که بود مسئله خود ملکم خان است اون بخش میپردازم. اینی که از جا فقط به این اشاره میکنم که نظرشون چی هست. ما در بخش اول یه اشاره خیلی کوتاهی من به تغییر مفاهیم در زمان قاجاری در بحث ملت و شیعه کردم که اینجا بحث دیگه ایشون ادامه میده و میگه که مفهوم جدید ملت به مفهوم قوم ایرانی و مجموعه رعایایی که دارای حقوق سیاسی و اجتماعی و شهروندی هستند کم کم به مفهوم مذهبی ملت اضافه شده و
در دوره ناصری این مفهوم جدید با پیشرفت اندیشه مشروط خواهی گسترش یافت، آنجایی که سید نصرالله تقوی از طلاب راه یافته مجلس در رساله در باب مشروطه نوشته آورده است که بعد از مراجعه به قوانین ملل و موازنه آنها با دیگر ظاهر می شود که گزیده‌ترین قوانین ملی قوانین خاتون انبیاست. منظور از قوانین ملی یا ملل و قوانین نشریعت و قوانین شریعت های مختلف مثل شریعت یهود و نصارا و اسلام است. منظور اینجاست که اینجا ملیه را از تعریف مردم یک کشور جدا میکنند و تعریف کسانی میکنند که دارای یه مذهب خصوصی هستند مثل مذهب شیعه. که نویسنده نتیجه میگیرد که وقتی حقوق ملی تماما مربوط است به حقوق شرعی و قوانینی که در شهر وضع شده است، پس مخالفان مشروطه مدعی هستند که چون در قانون شهر مساوات و در مساوات در حقوق و قوانین وجود ندارد، فی‌المثال حقوق زن و مرد در ارث متفاوت است و حقوق ذمی و مسلم متساوی نیست، بنابراین مشروع طلبان معتقد هستند که قانونی که وسیله مجلس وضع می‌گردد مربوط به امور عرفی است و به همین جهت از آن به قانون دولتی یاد می‌کنند و مجلس در زمینه حقوق ملی حق وضع قانون ندارد. درست به همین دلیل در اصل هشتم به جای کلمه ملت از اهالی مملکت استفاده شده است. کتاب در بخش گسترده می‌پردازه به آدم‌های زیادی مثل مستشار الدوله، مشیر الدوله که باز هم ما به اینها پرداختیم در گذشته و دوستی هم پیشنهاد کرده بودن که به طور ویژه بتونیم در مورد افرادی رو که نقش خاصی در مشروطه داشته باشن صحبتی بکنیم، که من این بخش رو گذاشتم که چون واقعا کتاب خیلی زیاده و نمیشد همش رو من برداشتم و نوت‌نویسی بکنم، این بود که من اون بخش رو گذاشتم برای دوستانی که بخوام به طور ویژه در مورد شخصیت های مشروطه صحبتی داشته باشم. فقط من برمیگردم به قسمت افسانه ملکم که در اونجا دوباره ایشون نظرات انتقادی نسبت به ملکم خان داره و با بخشی از نظراتی که در تاریخ جا افتاده به نام ملکم خان موافق نیستن و اسناد دیگه ارائه میدن و میگن که به میرزا ملکم خان ناظم دوره میپردازد که یکی از سرشناس‌ترین روشنفکران سیاسی این دوره است که هم در دوره سلطنت ناصرالدین شاه و هم در دوره سلطنت مظفرالدین شاه در پیشبرد فکر قانون‌خواهی در ایران تأثیر بسزایی داشته. او و تالبوت از معدود کسانی هستند که این بحث را داشتند که پس از گذشت سالهای انقلاب مشروطه و به ثمر رسیدن آن را ببینند. او دو سال پس از انقلاب مشروطه زنده بود و از دور شاهد تحولات ایران. آژدانی می نویسد که آنچه حامد اورگارد که یک محققی است که در رابطه تاریخ ایران تحقیق کرده درباره ملکم خان می گوید تا حدود زیادی واقع بینانه است. با اشاره به روزنامه قانون و کتابچه غیبی به این نکته می پردازد که ملکم در روزنامه قانون همه اصول دولت و حکومت غربی را قبلا معتقد بود باید بدون تأمل و درنگ پذیرفت و اخذ کرد بیان می دارد. که پذیرش آن نادرست است و با اشاره به این که شیوه استدلال او در عکس اصول نظم غربی بر این اساس نهاده شده است که هجوم مدنیت غربی و جوش قدرت فرنگستان بقای دول بربر یعنی غیر متمدن را محال ساخته است، بعد از این دول روی زمین باید مثل دول فرنگستان منظم باشد و یا باید منکوب و مغلوب قدرت ایشان بشود. بعدها و عمدتا از زمان انتشار روزنامه قانون نظرات و دیدگاه های سیاسی و اجتماعی او در این روزنامه با نظرات و دیدگاه های او در رسالتی که بیشتر نوشته شده بود تفاوت اساسی گاه فاحش و گاه تأسف برانگیز هم دارد. در ادامه مطلب آژدانی معتقد است که روشنفکران عرفگرا و لامذهب و درس‌خواندگان فرهنگ رفته به توجیه شرعی و اسلامی مشروطیت برآمدند و از همه جناح‌های آن، از مدافعان لیبرالیسم غربی چون مستشار الدوله، ملکم، آقاخان کرمانی تا جریان‌های دموکرات و چپ ایران آن دوره، اینان که هیچ کدام اعتقاد واقعی به اسلام نداشتند و احتمالاً جز مستشار الدوله حتی چندان به دین و مذهب پایبند نبودند، با این همه هر یک به قدر وسع و دانش و مایه خود در ایجاد این توهم
و این نوع این همانی سهم شریک بودن. توهمی که مدعی بود اساس مدنیت غربی یعنی مشروطیت و حتی دموکراسی در معنای آن معان از اسلام برگرفته و عقص شده است و اصل و اساس آن مبنی بر حقایق اسلام است. بر اساس همین توهم به توجیه شرعی اساسی ترین اصول و دستاوردهای مشروطه قیام کردند، موفق شدند که بخش عظیمی از روحانیت رو با خود هم صدا و هم نظر کنند و زمینه عمومی‌تر برای مشروع و اسلامی جلو دادن مشروطیت و نظام دموکراسی غربی فراهم کنند. مشروطیت نظامی که همه درخشش و اهمیتش و اصل و اساسش از همان جای آغاز شده بود که کار دین از سیاست جدا می شد و هستیش از جدایی کامل دین و سیاست معاینه گرفت تا با جایگزین کردن قوانین زمینی وضع شده و قراردادی و ساخته و پرداخته دست انسان به جای قوانین الهی و شرعی به هستی انسان متحد معنای تازه بدهد. من فکر می‌کنم در این قسمت آقای آژودانی حرف آخر رو تمام می‌کنم و انتقادی که تو تمام مباحث با سندسازی و مستندسازی که دارم و تحلیلی که می‌کنن این هستش که مشروطه در اصل از معنای اصلی خودش جدا شده بوده و تعریفی کاملا متناقض بهش داده شده بوده و توجیه اسلامی براش شده بوده و برای چیزی مبارزه می‌کردن که در اصل معنای اصلی مشروطیت رو نداشته. و به نوعی انتقاد سخت دارن که البته جای بحث هست که در موردش بحث کرد. اما فقط این روشنفکران عرفگرا نبودن که در ایجاد این توهم صادقانه عمل نکردن. روحانیون مشروط طلب هم آگاهانه شریک جرم آنان بودن. آژدانی می نویسد در میان جریانهای مذهبی و غیر مذهبی دو چهره شاخص یعنی میرزا علی آخوندزاده و شیخ فضل‌الله نوری از دو جناح مختلف و مخالف از ابتدا تا انتها هر یک با استدلال و منطق خود، آن یکی با تلاش مستمر روشنفکران و این یکی با تلاش روحانیون و روشنفکران در شرعی جلوه دادن این مدنیت جدید به مخالفت پرداختند. اهمیت به نکته اساسی پژوهش نویسنده این است که سرپوش بر اصل تناقض تجدد ایرانی و مشروطه ایرانی که هم روحانیون و هم روشنفکران آن زمان با اعدام نوری انجام دادن این شد که ملت ایران تاوان چنان تناقضی را که میراث روشنفکری ایران چه مذهبی و چه غیر مذهبی بود با استقرار حکومت جمهوری اسلامی پرداخت. تاوانی که اگر اصولی بنگریم ریشه در همین تلاش داشت که میخواست از مدنیت غیر دینی صورتی دینی و تاریخچه‌ای اسلامی ارائه دهد. حتی من هرچی میگم نظرات خود دکتر آژدانی میگم حتی من نیست. بحران تجدد. بعد دو بخش عمده پایان کتاب که من بیشتر بهشون پرداختم یکی بحران تجدد هستش و یکی هم اجتماعیان عامیون، چون که در بخش های مختلفی کتاب مشروطیت بررسی مشروطیت که ما خوندیم تا به اینجا بررسی کردیم به هر صورت در قسمت خشونت و چپروی و تندروی نقش اساسی در به انجام نرسیدن انقلاب مشروطه داشته. این برو نقش بسیار عمده ای داره و مشروطه باز هم من دارم نظرات کتاب رو میدم و آقای آژدانی به این مبحث به طور مفصل پرداختن. نویسنده بحث های ریشه ای در مورد اختلافات مشروطه و مشروعه و نقش روشنفکری غیر مذهبی دارد. مشروطه خواهان نه تنها با نظام مشروطه مخالف هست مشروطیت مخالف هستند بلکه با هر گونه نوآوری در آن دوره مخالفت میکنند. فقط آزادی و مساوات نیست که مخالف شرع شناخته میشود. راهن، بانک، مدارس جدید، تئاتر، سینما، حتی نرخ‌گذاری های اجناس، سجل و احوال و ایجاد شناسنامه هم مخالف شرع اسلامی محسوب، غیر اسلامی محسوب میگشت. شیخ فضل‌الله نوری، رهبر مشروطه طلبان در رساله حرمت مشروطه که البته من فکر میکنم این مشروعه است اشتباه چاپ شده بند در رساله حرمت مشروعه چند اصل مهم مشروطیت را زیر سوال میبرد. اصل وکالت، حریت و مساوات و اصل وضع قوانین. و برای روشن شدن نظرات مشروطه طلبان بخشی از نظرات نوری را من اینجا میارم، البته نقل از کتاب.
نوری در حرمت مشروعه می نویسد یکی از مواد آن زلالتنامه که منظورش اساسنامه است این است که اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی حقوق خواهند بود. چگونه این ممکن است در حالی که احکام اسلامی تفاوت‌های بسیاری دارد؟ من بخش رو سانسور کردم در این که دیگه امروز ما همه قوانین اسلامی و حقوق اسلامی و اینا همه دانشمندی میتونیم. مشروطه خواهان پاسخ میدادند که منظور از مساوات حقوق نیست بلکه مساوات در اجرای حقوق است. نوری میگوید از جمله مواد آن زلالتنامه منظور متمم قانون اساسی این است که حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون. برای فریب مردم قانون را به قانون دولتی مقید و قوای مملکت را به سه شعبه تقسیم کردن. از اونجا که یادتون باشه چون که اینها به هیچ وجه موافق نیستن که دولت و مردم یکی هستن و ملت رو هم تعریف شرعی بهش میدن نه به عنوان ملتی که متعلق به کشور هسته، اینجاست که اعتراض داره ایشون. اول قوه مقننه است و این بدعت و زلالت محض است، زیرا که در اسلام برای احدی جایز نیست که قانون بگذارد و جهل کند. اسلام ناتمامی ندارد که کسی بخواهد آن را تمام کند. محلاتی به عنوان یکی از نمایندگان مشروطه جواب می‌دهد کار وکلای بیچاره تکلم کردن در احکام دینی نیست. محل گفتگوی آنها امورات عام و سیاست کلیه مملکت است. نوری می‌گوید ماده دیگر که در این زلالتنامه آمده است آزادی قلم و آزادی مطبوعات است. عین عبارت این است. نوری نقل می‌کنه از اساسنامه. عامه مطبوعات غیر از کتب زلال و مواد مضر به دین مبین آزاد و ممارزی در آن ممنوع است. یعنی به موجب این ماده بسیاری از محرمات ضروری حلال اعلام شد زیرا که مستثنا فقط دو عام شد. حالان که یکی از محرمات ضروری افتراء و دیگری غیبت از مسلم است. او قوای اسلام را به عبودیت می داند نه به آزادی. آزادی قلم و زبان از جهات کثیره منافی با قانون الهی است. محلاتی درباره مفهوم آزادی و حدود صغور آن در مشروطیت چه می نویسد؟ آزادی در حکومت مشروطه را آزاد شدن از ظلم دولت و سلطنت استبدادی معنا می کند و تشویق مردم به این نوع آزادی و ترویج آن را از لحاظ شرعی تحت قاعده امر معروف و نهی از منکر معرفی می کند. نوری مسئله حکومت یعنی سلطنت و ارتباط آن با نبوت را از این گونه است که این بحث خیلی جالبه چون برای خود منم جالب بود که فکر می‌کنم دوستان بهش توجه بکنید. بحث جالبی باشه چون که شاید برای ما سوال بوده که چرا نوری طرفدار مشروع است و طرفدار حکومت در این حال و بعد مثلا اختلاف نظر مشروط طلبان و مشروع خواهان بخش روحانیش در چی هسته؟ چه چیزی آنها را از دو طرف به روحان به حکومت و به سلطنت پیوندشون میده؟ نوری مسئله حکومت یعنی سلطنت به ارتباط آن با نوبت را از این گونه است که نوبت و سلطنت در انبیای سلف مختلف بود، گاه مجتمع و گاه متفرق. منظور او این است که گاه انبیا هم نوبت و هم سلطنت را داشتند، مثلا در زمان نبی اکرم و در زمان خلفا به همچنین و در نبود آنها علما به نیابت از بنی اکرم کار اجتهاد در احکام شرعی را به عهده گرفتند و سلاطین اسلامی به نیابت از بنی اکرم اعمال قدرت و شوکت را در اداره مملکت اسلامی عهده داشتند. بنابراین سلطنت در اصل از نوبت جدا نیست و در حقیقت هر دو یک مکمل و متمم دیگری هستند. نوری بر اساس همین استدلال شرعی و بر مبنای همین اعتقاد به حمایت از محمد علی شاه برخاست. و اما روحانیون مشروطه‌خواه چه می‌گفتند؟ خلاصه سخن آنان این بود که در زمان غیبت امام عصر سلطنت از هر نوعی که باشد سلطنت جور و ظلم است. بدین ترتیب که سلطنت را به سه قسم تقسیم می‌کردند: سلطنت امام زمان، سلطنت معصومین و سلطنت اگر مجتهدی پیدا بشود. امور عبادی و شرعی به مجتهدین
و اداره مملکت اسلامی به سلاطین اسلام سپرده شده است. پس اما از آنجا که سلطنت مقیده و مشروطه، یعنی سلطنت هایی که به قیدی مقید و به قوانینی مشروطن، فساد و جور و ظلم کمتری نسبت به سلطنت مستقل دارن، پس سلطنت طرفداران مشروطه سلطنتی از این نوع حکومت سلطنتی دفاع میکنن و آنها معتقد به ولایت مجتهدین بر امور همه مسلمین هستند. یعنی اینکه امور مسلمین رو مجتهدین کنترل میکنن و سلطنت هم اساس خودشو داره. پرسش اساسی که بیانگر مشکل اصلی و تناقض بنیادی در نظام مشروطه ایرانی است، از همین سخن سرچشمه دارد. این نظر نویسنده است. اگر موضوع تشخیص عدم مخالفت قوانین موضوع با شرع در صلاحیت مجتهدین هست، آنگاه با آرای مختلفی که گاهن مجتهدین با هم متفاوت به یک مقوله نگاه میکنند و بر سر آن اختلاف دارند، آنچه که به دنبال خواهد داشت مشابه آنچه هست که بر سر تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی آمد. معتقد است که به دلیل همین تناقض اساسی و در بسر آفرین است که تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی هیچگاه مفاد آن در مجلس های دوره مشروطه و پهلوی به اجرا در نیامد و در عمل آن اصل قانون اساسی نقض و به طاق نقیان نهاده شد. در دو اختلاف نظری که بین آرای مجتهدی وجود داشت، چه مثل چیزی که الان هم ما داریم، میتونیم به نظرات آقای منتظری و نمیدونم بقیشان شده که البته در اینجا دوباره نقل میارن ایشون از اکبر تبریزی که از علمای مخالف مشروطه در رساله کشف المراد من المشروطه و الاستبداد در فاصله سالهای 1325 تا 1326 قمری می نویسد با آن که اساس عدل عبارت از خداشناسی و خداپرستی است، اما با مشروطه مردم را به وطن پرستی و نوپرستی و مجلس پرستی دعوت می کند. ببخشید اینگار خارج از حذف شده های من بود اومد بسن. خب اما مشکل مشروطه در دایره مخالفت روحانیون ضد مشروطه و مشروطه خواه محدود نماند و به زودی پرده از مخالفت روحانیون مشروطه خواه و جدل واقعی آنها بر سر مفاهیم و اصول مشروطه با روشنفکران عرفگرای مشروطه خواه آغاز گردید و البته چنین اختلافی را میتوان در کارنامه مشروطیت ایران از همان آغاز پی گرفت. اما ابعاد چنین اختلافاتی بعد از ترور امینالسلطان در مجلس اول گسترش یافت و بعد از بتوت بستن مجلس و فتح تهران تناقض وحشتناک آن عریان‌تر شد و کار به ترور و کشتار و کشت و کشتار و سقف‌بندی‌های آشکار کشید و این همه زمانی اتفاق افتاد که استقلال کشور ایران در خطر جدی بود و دو دشمن دیرینه روس و انگلیس مداخلات روزافزونشان را با مداخلات روزافزونشان آتش بحران مشروطیت ایران را دامن می‌زدند. بحث در این اختلافی بدون اشاره به فعالیت‌های یک جریان روشنفکری دیگر که به نام سوسیال دموکرات‌ها یا اجتماعیون آمیون بود نارسا خواهد بود. در اینجا می‌پردازه به توضیح اجتماعیون آمیون که من هم به طور خلاصه بخشش رو استفاده کردم. کمیته سوسیال دموکرات ایران یا اجتماعیون عامیون ایران در سال 1905 میلادی تأسیس کرد. در همان سال شعب خود را نخست در تبریز و بعد در شهرهای دیگر به وجود آورد و دو سال بعد با تجدید برنامه و دستورنامه‌های تازه فعالیت خود را به شیوه تازه‌ای آغاز کرد. پایه‌های سوسیال دموکراسی ایران که ناشی از حضور جمعیت کثیری از کارگران و پیشه‌وران و موظف‌گیران ایران در مناطق مختلف قفقاز بود، با ایجاد حزب همت در بارکوبه استقرار گرفت. آژدانی می‌پرسد در مملکتی که عوارض گمرکی، راهن، بانک، منافع قرآن و احکام الهی دانسته می‌شوند و تأسیس مدارس جدید با الف بای صوتی، کفر محض و حتی سالها پس از مشروطیت سجل الاحوال، نرخ‌گذاری اجناس و تعلیم اجباری مخالف با شرط تلقی می‌گردد، چگونه می‌شد از سوسیال دموکراسی و اندیشه‌های مساوات اجتماعی سخن گفت و به آسانی هم فرقه تشکیل داد؟
حیدر عموخان پس از آنکه شعبه سوسیال دموکرات های مشهد را تأسیس کرد به تهران آمد و مدتی بعد شعبه فرقه اجتماعیون عامیون تهران را تأسیس کرد، یعنی 1905، و در همان سال برای ایجاد ترس و ارعاب خودکامگان طرح پرتاب بمب دستی به خانه علاءالدوله را به اجرا درآورد. در نظامنامه 1905 میلادی در دو مورد به مذهب و یک جا به روحانیان اشاره می کند. در ماده ششم گفته می شود که پرداخت حق عضویت باید با قوانین قرآن تطبیق کند، و در ماده 11 می گوید کار و رفتار احزاب حزب باید متوجه یک نکته باشد، نیکرویی و ترقی، ولی به نحوی که به شرف و خود قدیسیت مذهب خللی وارد نیاید. البته اینجا آقای آرشنانی مبحث رو به شکل پیگیری میکنن که سوسیال دموکرات ها در حالی که باطنن اعتقادی به اسلام ندارن، ولی باز هم به شیوه دیگر گروه های سیاسی ایران استفاده از مذهب میکنن و گاهگاهی از مسائل استفاده میکنن. تموم شد. یک کم دیگه بوده بزن تمومش کنن. دو دقیقه دیگه فقط جمع کنیم. آقای آجدانی معتقد است که ترفندهای از این گونه برای جلب مردم به کار برده می شد تا فعالیتهای خود را مشروع جلب دهند. ضرورت ترفندهای از این دست نشان دهنده واقعیت هولناکتری بود و واقعیت هولناکی که نشان می داد سوسیال دموکرات های ایران تا چند اندازه از تاریخ و فرهنگ جامعه خود بیخبر بودند. در مملکتی که مشروطیت تا شرعی و دیانتی نمی شد نمی توانست مطرح و بحث گردد، چگونه می شد از آرمان های سوسیال دموکراسی دفاع کرد؟ به هر صورت من مجبورم همجه تمامش بکنم. با توجه که خب می شود گفتش که بخش های اساسی صحبت نظرات ایشون رو ما داشتیم، به اضافه این که بذارید یک دونه از قسمت آخرش رو بگم که خب مهم هستش، که چون با تمام نقدی که ایشون می کنن و نظراتی مخالف انقلاب مشروطه در اصل دارن، سه تا محور رو مورد در نتیجه گیری میکنن که من این سه تا محور رو از فکر میکنم بهتر تو جنبندی خودم داشته باشم. پس میتوان از اصلی ترین خواستهای انقلاب مشروطه ایران که جناهای مختلف درگیر به شیوه های متفاوت از آن حمایت میکردن به طور عام این گونه سخن گفت: ایجاد یک حکومت مقتدر مرکزی و دولتی مقید به قانون که امنیت اجتماعی و استقلال سیاسی کشور را تضمین کند، این خاص مورد حمایت همه جناهای درگیر مشروطه خواه از روحانی و روشنفکر. دو، محدود کردن قدرت شهر و نفوذ روحانیون با ایجاد نظام حقوقی عرفی و ایجاد دادگستری، مدرن کردن سازمانهای اداری و مملکتی، رشد تجارت و صنایع داخلی، ایجاد راهها و مدارس جدید و دانشگاهها و آنچه که در مجموع از آن به تجدد میتوان یاد کرد. روشنفکران مذهبی و غیر مذهبی و بعضی از روحانیون مشروطه از این خواسته ها حمایت کردند. سه، آزادی احزاب، اجتماعات، قلم و بیان و مطبوعات و آزادی های سیاسی و اجتماعی و فردی که عمدتاً مورد حمایت روشنفکران دموکرات و بخشی از روشنفکران مذهبی و عرفگرا بود و روحانیون مشروطه خواه از این نوع آزادی ها به طور محدود و مشروط حمایت میکردند. خب دوستان، با توجه به این که آقای دکتر نوروشن امروز اینجا هستن، من فکر میکنم که اگر آقای دکتر بخواهدن نظرشون رو در مورد کتاب بگن، کتاب رو خوندن یا در مورد مطالبی که شنیدن دکتر خلاصه متاسفانه کتاب صورت صدا میگردیم بر همین خیلی بر تصفیبانی کتاب رو نخوندم بکنم بلند بلندتر صحبت بکنیم بلی بلند بله حالا کم کم بله بنده کتاب رو نخوندم، خود ایشون به من داده بود نخوندم، ولی برم سرم مرور کردم، فرصت نبود که بخونم. کتاب خوب با دید تازه‌ای عنوان کرده از موضوع مشروطه. دیگران که نوشته بودن، خب کتاب‌های متعددی راجع به مشروطه نوشته شده، بررسی‌هایی شده، ایشون این دید تازه را پیش آورده، یعنی موضوع برخورد
مشروعه و مشروطه، یعنی دیدگاه دینی نسبت به این نهضت و دیدگاه متجددانه نسبت به این نهضت در برابر هم نهاده شده. یک کشمکش فکری هست که دامنه درازی داره و در آینده این موضوع را مطرح خواهم کرد که این موضوع مسئله این صد سال اخیر نیست، مسئله طولانی تری هست که به این برخورد وجود داشته. ایشون این را در مقابل هم نهاده، بررسی خوبی از این بابت شده است که مشروطه از لای چی چیز بیرون آمد. این برخورد اندیشه ها و افکار از یه طرف ضرورت تجدد واقعا احساس می شد و از یک طرف این سنت طولانی در واقع این بار سنگین اندیشه های متراکم دوران دراز در ایرانی تازگی داشت. این حرفا مسئله آزادی، مسئله وطن، مسئله رأی، مسئله اجتماع، مسئله مطبوعات، پارلمان، اینا یک نهادهای خیلی خیلی تازه‌ای بود در ایران، آشنا نبود به گوش مردم. اون البته ولی یک نوع ضرورت جهانی ایجاب کرده بود که این وارد چیز بشه، به خصوص که ایرانی اصولا در تمام دوران تاریخش بین تجدد و بین سنت، یعنی در جا زدگی، ایستادگی، این برخورد را داشته. این در واقع جزو نهاد تاریخی ایران از دوره‌ای به سبک خودش، دوره‌هایی هم که مسئله تجدد و مشروطه نبوده، یه نوع دیگری این موضوع مطرح می‌شده، به طوری که واقعاً باید گفت که ایرانی یکی از نوپسندترین ملت‌های جهان است و در این حال یکی از کهنه‌گرایی‌ترین ملت‌های جهان، هم پابند این زنجیرهای در واقع سنت‌های گذشته هستش و هم اینکه بسیار نوپسنده. ما در تجربه روزانه ما احساس می‌کنیم که حالا نمی‌گم از مدهایی که وارد ایران میشه، خانم ها حتی جلو میفتن از مدهای چیز. این یه نمونه هستش تا برسه به تمام موارد دیگری که اگر چنانچه زمینه برای فراهم باشه، بیش از تمام کشورهای مشابه ایرانی نوپرست هم هسته. خب این دوتا بنابراین تازگی نداشته، در مشروطه به تبلور آمده، در مقابل هم قرار گرفتن. به این کتاب تکیهش به این موضوع است که کاملا درست هم هست که هیچ کدام هم در واقع فاتح نشدن، نه تجدد فاتح شد و اصلا نه. دلیلش این است که مشروطه اون انتظاری که ازش میرفت به کار نیاورد، نشد اون چیزی که مردم میخواستن و هنوز اندر خم یک آنچه. خب دوستان، من خواهش میکنم از دوستانی که کتاب رو خوندن حد اکثر تا 4 نفر والنتیر بشن که راجع به کتاب صحبت کنن. هر کدوم 5 دقیقه فرصت خواهند داشت که راجع به کتاب صحبت کنن. آقای اماد، از دوستان آقای جلیل، آقای حمید سیفزاده، آقای مرزا داریان میشه، آقای اماد بفرمایید. اصلا با کسب اجازه از حضور استاد، چون وقتی تشریف دارن آدم اون چیزی که برداشت آجودانی تایتل کتاب هست، مشروطه ایرانی، انقلاب مشروطیت حاصل ائتلاف نیروهای سنتی و نوگراست و به همین دلیل نوعی دوگانگی در اهداف و نگرش آن رو از درون، از داخل تضعیف می‌کند. این دو تا قطب مخالف هم دیگه است. اهداف اصلی انقلاب مشروطه عبارت بود از مبارزه با استبداد، یک.
و تهدید قدرت مطلقه و خودکامی سلطنت و ایجاد یک حکومت مرکزی مقتدر و کارآمد که بتواند تمامیت ارضی و استقلال کشور را در برابر قدرت فزاینده غرب چه به اصطلاح از اقیانوس هند و چه از همسایه شمالی حفظ و موجبات ترقی کشور رو فراهم کنه. نوگرایان تحقق این اهداف را در قانون متکی بر اراده مردم به قدر فرمید. آجودانی نظرش اینه که نوگرایان اون موقع در تحقق اهداف قانون متکی بر اراده مردم. مشروطیت قدرت و پیروی اون از قانون رو به اصطلاح برابری در برابر قانون، آزادی سیاسی و نوسازی فرهنگی و سیاسی کشور جستجو میکرد. در حالی که نیروهای سنتی الان به طور خیلی مشروع خانم خیلی قشنگ تشریح کردن وقتی راجع به عاشق فضل‌الله نوری صحبت میکنیم، در حالی که نیروهای سنتی یعنی مشروع خواهان یعنی تابعین شرع اسلام تحقق این اهداف را در مقید شدن سلطنت به شریعت و احیای اسلام می دانستن. حالا این دو تا نیروه که تعریف می کنه، بعد یه نیروه دیگه این وسط هست و نیروهای میانه رو یعنی اکثریت مشروط خواهان در پی بازخوانی اسلام و درامیختن مفاهیم نو و کهنه هستند، یعنی روشنفکر دینی که از دیدگاه شخص بنده غلطه ولی این همون اون میانه رو. پروژه مشروطه به دلیل دوگانگی و تناقض‌های درونی خود قدرت نیروهای سنتی و کشمکش بین مشروعه و مشروط خواهان رقابت‌های بسیار مخرب بین مشروط خواهان و مداخله کشورهای خارجی به بحران‌های اقتصادی و سیاسی شدید و از همگسیختگی اوضاع داخلی انجام و نهایتاً در نهادینه کردن مردم سالاری شکست خورد و نتوانست به اهداف خود جامعه عمل بکشد. با این همه جنبش مشروطه مرزهای گفتمان سنتی قدرت را به عقب راند و با تغییر ساختار قدرت دقت بفرمایید به این جمله چون با تغییر ساختار قدرت از دین سلطنت به دین سلطنت مردم، یعنی اون ایجاد اون پارلمانی که در اون موقع گفته شده ممرالیشاه به توپش بسته اون مردم از دیدگاه اون، یعنی با وارد کردن عنصر اراده مردم به ساختار قدرت قدیم ساختار قدرت را دیگر به این ترتیب انقلاب مشروطیت مرز ایران قدیم و ایران جدید و مقدمه تکوین دولت مدرن مطلقه و نقطه آغاز شکلگیری دولت مدرن را در ایران به احساس دارد. من در ارتباط با بحث اول کتاب در مورد تقلیل مفاهیم دو تا برداشت متناقض دارم از دیدگاه های آقای آجودانی در ارتباط با این تقلیل مفاهیم هستش. در جای ایشون این تقلیل مفاهیم را به حدی ناچیز میدونه که حتی همجور خانم نصد گفتن تو مقالشون و تو صحبتاشون که تهمت جنایت حتی بهش میزنه و حتی به حد جنایت اونم میرسونه که این تقلیل مفاهیم یک جنایتیه در حد
مشروط خواهی و اندیشه های مدرنیته که داشتن وارد جامعه ما میشدن، وارد کشور ما میشدن. و در جای دیگه به نظر میاد که ایشون از لابلای بازم این کتاب برداشت من بود، به اجتناب ناپذیر بودن این پدیده اشاره میکنن. به اعتقاد خود من این مسئله همونجور که آقای دکتر هم فرمودن یه مسئله تاریخیه و اجتناب ناپذیر بوده، به خاطر که به هر حال دین تمام سلولای جامعه منو تسلط کرده بود و امکان طرح این نظرات هیچ وجه امکان پذیر نبود، چرا که علمای دین مخالفت میکردن و امکان هیچ گونه فعالیتی وجود نداشت. که خود آقای آجودانی هم اشاره میکنن که آخونزاده در خارج از کشوره که اینجوری حرف میزنه، اگه داخل بود احتمالاً قادر نبود یه همچه صحبتهایی رو انجام بده. و با توجه به این که ما میدونیم این مسئله تاریخیه، یعنی از زمان ملا صدراست که فلسفه ارسطویی وارد دین کرد و سعی کرد از دین یه تجددی وجود بیاره، یه حرکتی وجود بیاره، و همینجور آقای اقبال لاهوری اومد به اصطلاح علوم عقلانیت رو وارد علوم دینی کرد، و اونم به قصدی بود که به اصطلاح با فرهنگ غرب نزدیکتر به عقلانیت بیشتر به قدرت برسه، عقلانیت بیشتر باشه تو تحلیلاش. و همینطور آقای آیت الله نائینی با عنوان کردن علوم عقلانی و علوم نقلی وزنه را به علوم عقلانی داد و کاری کرد که یک تفسیر بهتری از شرایط اون دوره داشته باشیم. و علاوه بر تمام اینها ما میبینیم که حتی سوسیال دموکرات ها میان اساسنامه شون را طوری تنظیم میکنن که احترام به دین میذارن و به صلاح بدون این که احترام به دین بذارن اساسنامه تنظیم نمیکنن و وظایف خودشون را احترام به علما و دین میذارن. برداشت من از اون شرایط اینه که امکان این که این نظرات بیاد مطرح بشه اصلا وجود نداشته و خود آجودانی هم به این اعتراف بود. و در مصاحبه بعدی هم که آقای آجودانی انجام دادن، که اینجا من به صلاح دارم چند تا از مصاحبه هاشون، ایشون کودتای 29 اسفند و ادامه همون پیشرفتایی که بعد از کودتای 29 اسفند انجام میشه ادامه همون انقلاب مشروطیت میدونه. خب نتیجه که من از این میگم اینه که انقلاب مشروطیت به هر حال همونجور که آقای اماد گفتن باعث به عقب موندن گفتمان مشروع خواهی شد و به هر حال یه قسمتی از تجدد وارد گفتمانهای ملی می شد. خیلی متشکرم. اجازه بدیم بعد از آقای در همین رابطه می خواهی صحبت من در دور اولی که کتاب رو خوندم به دیدگاه اعتقادی عمیقی نسبت بهش داشتم و چون تناقض بسیاری درش می‌دیدم. و در دور بعدی که نوت برداری می‌کردم، یعنی آماده می‌کردم بخشی رو که پیوسته به هم باشه برای پرزنت کتاب، به این نتیجه رسیدم که آقای آیت‌الله عمده مسئله رو که به راستی و به درستی بهش انگشت می‌گذاره اونجاست که چرا همیشه روشنفکران جامعه، پیشگامان جامعه اصل مطلبی رو که بیان میکنن عین واقع نیست، آن چیزی که وجود داره همیشه شبیه سازی شده در جامعه ما. مشروطه‌ای که در ایران ما بیان شده در واقع مشروطه‌ای که بنیانگذاریش در غرب شده نیست و شبیه سازی شده با آنچه که در جامعه وجود داشته و همیشه این شرایط بوده که به روحانیت اجازه داده که رشد بکنه و پروبال پیدا بکنه، در اینکه همیشه واهمه داشتن از این که به اون چی که اعتقاد دارم بگم. حتی سوسیال دموکرات ها که دارم با سوسیال دموکرات های روسیه ارتباط برقرار دارم و از اونها حتی در رابطه با تحلیل انقلاب دستور میگیرن که انقلاب رو چطوری تحلیل بکنیم و چه موازی در مقابل انقلاب داشته باشیم. سرمایه‌داری بورژوازی مرحله فئودالیته از چه مرحله رو میگذرونه دستور میگیرن، از اونها نظرخواهی میکنن، تمام شعارشون اسلامی میذارن، حق عضویت رو بر اساس اصول قرآن میذارم و اینها مسائلی هستش که من احساس میکنم به حق آقای آشتانی بهشون انتقاد میکنه و معتقد هستش که اینها نه تنها ما رو گامی به جلو میبره ولی همیشه گامی به عقب برد. یعنی من هم در مرحله دوم کتاب نسبت به نظراتشون تغییر موضع دادم و موافق نظراتشون تو بخش شد. آقای
آقای سیسر. من مطلبم کوتاه و یک تقریبا سؤال. اون چه من در مجلدات تاریخ ملکزاده خوندم و تاریخ ناظم الاسلام و مطالب متفرقه ای که مطالعه داشتم و این مطلبی که در مورد تقی‌زاده نوشته اینجا چه من بهش رسیدم این است که تقی‌زاده باعث به وجود آمدن استبداد صغیر شده و در حقیقت انحرافی که در مشروطیت به وجود آمده یکی از عواملش تقی‌زاده بود، چون تقی‌زاده رو نوشتن که قبل از این که یعنی اون روزی که مجلس به توپ بسته شد، از روز قبل یا شب قبل تقی‌زاده تمام رهبران، دوستان، اون کسانی که در مشروطیت مؤثر بودن مطلع میکنه به وسایل مختلف که فردا حتما در بهارستان شرکت داشته باشه، ولی خودش فردای اون روز به وسیله یکی از مأمورین سفارت انگلستان با خیال راحت میره به سفارت انگلستان و بعد هم از کشور او رو در پناه سفارت خارج میکنن و زندگی امنی رو داشته. بعد هم که اوضاع درست شده همیشه مستر امور بوده و وقتی هم که بعد از 28 مرداد جوانان رو که فقط از روی احساسات یه نظریاتی داشتند و اینها رو در پادگان‌های نظامی که بایستی اون افسران و اینها حافظ منافع کشور و سرزمین ایران باشند، اینا رو شکنجه میکردن و حتی یک خرس به افراد میکشیدن. اون وقت ایشون در مجلس سنا، در مقام ریاست مجلس سنا میگفت که شنیدم زندانیان رو شکنجه میکنن، اگر چنین باشد کار بدی. به هر صورت به نظر من این است که من از استاد اینجا میخوام خواهش کنم که نظرشون در این مورد شخص تقی‌زاده اگر بفرماین. آقای رئیس در مقام مثلا مخالفت و نظر ایشون چجوری میشه صحبت کنیم؟ آقای ایشون آقای ایمان صحبت کنیم. ببینید آقای تقی‌زاده از جمله اولین روشنفکرانی است که رفته در خارج از کشور و به تمدن غرب، به پارلمان طرز مردم سالاری غرب آشنا شد. روحانیت شریعت مداران شیعه اون زمان، هر کسی که به نحوی از آنها به حقوق حقه مردم اشارتی میکرده تکفیرش میکرد، میگفتن جاسوس انگلیسیه، گفتن رفته مثلا به همه گفته فلان. هیچ مستنداتی در این مورد راجع به تقی‌زاده نیست. تقی‌زاده یکی از بهترین ایرانیان است که در توی برلینی ها وقتی که شما میخونید و اون مجله کاویان به خوابه با کاظم‌زاده ایران شهر با دکتر سیاسی با کسایی که تقی‌زاده همه رو تشویق میکرده و وقتی که اومدن به ایران راجع به قانون مداری ایران صحبت کرده، فعالیت کرده. منتها شریعت مداران دکونداران شیعه باش مخالفن، تکفیرش کردن، مرتدش شناختن. برای چی؟ برای اینکه خانواده تربیت هم در تبریز و در تهران که مدرسه وا کردن،
دستور دادن رفتن مردم مدرسه رو سوزوندن، گفتن اینا حلیف پایه کفر دست میدن. کمتر از 30 ثانیه حتی در انحراف که در نقشه تقی‌زاده میگن که تندروی های اون در مجلس باعث شد که محمد علی شاه رو تحریک بکنه علیه مشروطیت، و الا در اوایل اون خودش رو متعهد به قبول مشروطیت و تسلیم به اون قانع کرده بود. مطالعه منظمی راجع به مشروطه و دورانی چیز ندارم به این صورت، مسائل دیگری بیشتر دارم مطلب راجع به مرحوم تقی‌زاده. یکی از رجال ایران است که نوسان‌هایی در زندگیش بوده اصولا، یعنی یک شیب و فراز از لحاظ فکری و سیاسی شیب و فرازهایی طی کرده. تقی‌زاده البته دو شخصیت داشته که شخصیت فرهنگی ادبیش بود، چون کسی بهش کاری نداره، البته از این جهت واقعا اهمیت داشت. اون سالهایی که در برلند بود مجله کاوه را منتشر کرد که جزو مجله های کشور بود، مسائل مهمی درش مطرح شد، و کتابهایی که نوشته، سخنرانهایی که داشته، اون مسئله دیگری است به مقداری ارزش فرهنگی ادبی تاریخی دوم از نظر سیاسی عرض کردم نوسان هایی داره کار تقی‌زاده. ایراد بزرگی که به تقی‌زاده گرفته شده که چرا رفت و به سفارت انگلیس پناهنده شد در حالی که دیگران گرفتار در واقع اون هجوم کودتای منبل میرزا شدن و حتی چند نفر کشته شدن. این ایراد مرحوم کسروی هم تکیه داره روی این موضوع در تاریخ مشروطی خودش که چرا یا این حدث پیش آوردن که خبر داشته از موضوع و یا این که همراهی نکرده با همقطارهای خودش با کسانی دیگه چیز رو رفته در سفارت انگلیس پس نشسته، یعنی خودش رو پنهان کرده و بعدا خارج کرده. خب این ایراد گمان میکنم مهمترین ایرادی که در کار تقی‌زاده باشه یکیش اینه، وگرنه البته باید قبول کرد ما نمیدونیم چه میشد اگر تقی‌زاده نمیرفت به سفارت انگلیس و میگرفتنش، نمیدونیم چه میشد، ولی میشود پس زد که واقعا جان به در نمیبرد از دست تقی‌زاده، چون از فعالین مشروطه و از تندروها بود. به نظر نمیرسد که میگذشتن از سر کارش، نمیشد این کار، ولی ما الان نمیتونیم بگیم چون نشده، چون نوع دیگری شده. در هر سال از کردم نوسانهایی در کار از این که خیلی فعال مشروطه بوده درش حرفی نیست هیچ فرقی، اما از این که خب بالاخره از ایران خارج شد بقیه عمرش در تمام دوران در مقامات بود در دوره رضا شد، ولی همیشه مقامات کمی مشروط بود، طوری که در یه مقام حساس به وزارت دارایی بود در همون زمان چیز مسئله نفت پیش آمد، قرارداد دارسی و اینها پیش آمد، نتونست که موافقت یعنی 100% دوام بکنه در کار وزارت دارایی و کنار گذاشته شد، بعد سفیر شد در انگلستان، سفیر شد در فرانسه و دوران تبعیدش هم البته گذرون در آلمان. همه این کارها یعنی یک سلسله عملیات گاهی متفاوت و متنافس در زندگی داده میشه. باید واقعا یک بررسی بسیار منصفانه. هنوز تاریخ ایران در ابهام تاریخ مشروطه در سایه است، روشن نیست کاملا، باید یک بررسی ضمن کارهای دیگه در مورد تقی‌زاده میشه مثبت و منفیش خوب در کنار هم گذاشته میشه، در ترازو گذاشته میشه،
ببینن که کدام میچربه. هر بشری البته یه مقداری کارهای مثبت داره که مقداری کار، هر بشری که در صحنه اجتماعی کار کرده است از جمله نقد دادم این بود، ولی من فکر میکنم که یک نقطه ضعف بزرگ در کار ترمیده این بود که با حکومت کودتا همکاری کرد، یعنی بعد سناتور شد، رئیس مجلس سنا شد، گرچه اونجا هم همیشه این قلقی به اصطلاح میگذاشت نتونست منویات حکومت رو برآورده بکنه، از این که این بود که کنارش گذاشتن، صدرالاشراف شد به جای اون رئیس مجلس سنا، اون نتونست ادامه بده برای اینکه عیناً تسلیم کار نبود، ولی خب همراه بود و همکار بود. از نظر شخص بنده ضعف بزرگ تبدیل داده اون نسبت از یک رجل استخوندار قدیمی حق نمی بود که به این صورت همراهی بکنه با یک حکومتی با یک نظامی که در واقع به این صورت سر کار آمد. من فقط یه سوال اینجا دارم آقای دکتر، پناهنده شدن به تقی‌زاده به سفارت بعد از کودتا بود یا قبل از کودتا؟ بعد از کودتا پیروز شد بود یا قبل از کودتا؟ من کودتای 28 مرداد منظورم بود. نه من اون در ارتباط بود، پناه بردن تقی‌زاده به سفارت در زمانی بود که اون کودتای مندهی موسا توپستن مجلس، اما من رو خدمتون در جریان توپستن مجلس که ایشون قبل از این کودتا، قبل از اینکه مجلس به توپ ببندن به سفارت پناهنده شدن یا بعد از اینکه کودتا موفق شد؟ در این کودتا در حال انجام شدن بود، یعنی روز بعدش یا نمیدونم چند روز بعدش ولی زمینه فراهم شده بود و این احساس کم و بیش میشد، ولی مسلماً این قبل از چیده تقی‌زاده قبل از اینکه طوفان به توپ بستن مجلس شروع بشه خودش رو رسون به سفارت که روز فرداش و پس فرداش چیز شد دیگه؟ نه ما بگیر رو به بعد شروع شد، من فکر میکنم بعد از به توپ بستن مجلس بعد از قبل از بوده یا بعد از ایشون و در همون موقع که این در باقشا اون کار شد ایشون بنامه شد، درست؟ توی خاطرات سفیر وقت انگلستان هست در این مورد 1900 هم این تاریخش مشخص بله چیز نیست، مشکل نیست، باید مشخص بودن در میرم چی بوده به بنده زنم به تحاضر نیست نمیدونم برکی یا برد، در هر حال در بحبوه یک کار بود در اون بگیر و به بندها بود. آقای مهرمان توضیح بدم که این بخش اول برای کسانی که کتاب رو خوندن، شما اگر کتاب رو خوندید میتونید در این مورد سر نظر بفرمایید. نه من کتاب رو نخوندم. از سوالتون میمونه برای بعد. اوکی. در ضمن من اینجا یک مسئله رو توضیح بدم که اینکه به اصطلاح محمد علی شاه مجلس رو به توپ می‌بنده و آیا این به نفع مشروطه است یا به ضرر مشروطه، آقای آجدانی توی کتابشون میگن که اگر این کار رو محمد علی شاه نمی‌کرد چه بسا که مردم خودشون بساط مشروطه رو جمع می‌کردن به خاطر اینکه به سطوح آمده بودن از کارها و خرابکاری‌هایی که کسانی به نام مشروطه خواها کرده بودن و کار واقعا بالا گرفته بود و اگر محمد علی شاه مجلس رو به توپ نمی‌بست مردم بساطش رو خودشون جمع می‌کردن که دیگه میرفت 100 سال دیگه حالا تا دوباره یک همچین چیزی 3-4 سال ممکن بود ولی مشروطه دیگه از میان بردنی نبود به این صورت فکرش در چنان ریشه گرفته بود ولی ممکن بود 2 سال یا 3 سال یا 4 سال تعمیر بیومد دوباره برمیگشت واقعا این چیزها رو نمیشه دقیقا سرش دیگه چی میشه من صحبت آقای آجدانی رو نقل قول به نقل خب دوستان میریم سر به اصطلاح سوالات هر کس آقای بهرون اگر دوستان سوالی دارن اصلا نظری دارن آقای بفرمایید 2 دقیقه شما سو فرصت بدید کردم
نه بلندتر کنم. چون اساتید ادب هم اینجا حضور دارن، به انتقاد بنده در اراده کلمات، بعضی از کلمات در وقتی عنوان شده از جمله ایشون صحیح اراده نشد، بس در ادب در جلسه اصلاح خواهد. من به شخص خودم اشاره کردم چون گفتم احتمال داره که تلفظ کنم. شما یادداشت کردیم میتونیم بفرمایید، حالا اگر یادداشت کردیم بفرمایید. لحظه بوده حالا. بله بله. کلام بدیم. بله. مجدول اسلام هم فکر کنن اشتباه شد. بله بله. بله سلف و نبی اکرم هم. نه نبی. عربیه که دیگه ملکم خان هم ملکم خانه ملکمه.